با سلام خدمت همه همکاران گرامی در کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو، جلسه معاینه رو برگزار میکنیم. من قبل از اینکه سخنرانان و موضوع سخنرانی رو بخوام اعلام کنم، میخوام یه متنی رو بخونم که امروز دیده بودم در سایت عصر ایران. نوشته بود که به خاطر کندن گل سرخ اره آوردید. چرا اره؟ فقط به گل سرخ بگویید تو. هی تو، خودش می افتد و می میرد. ماجرای مهسا امینی، حتی اگه در بدترین حالتش در نظر بگیریم که حتی یه سیلی هم نخورده باشه، باز نمیتونیم مرگ اون رو به گردن چیز دیگری بندازیم به جز حکومت ایران. مگر تنها برخورد سخت فیزیکیه که انسانها رو از پادر میاره که در این مورد این اتفاق افتاده؟ موضوع اینه که اون چیزی که آدم رو میکشه همیشه گلوله و باتوم نیست. چهره سپیده رشنو رو یادمونه، زنده بود ولی بیشتر شبیه مرده ها بود در تلویزیون. و کافیه که کسی که زندگی کردن رو دوست داره و مرگ رو دشمن خودش میدونه، ما اون شادی و آزادی رو ازش بگیریم و اون فرد میمیره. کافیه به کسی که کلمات رو محترم میشماره ما ناسزا بگیم، مطمئنن اون میمیره. فقط جمله اولش بود، میگه فقط به گل سرخ بگو تو، هی تو، خودش میفته و میمیره. و امیدوارم که هیچ وقت دیگه شاهد این نوع اخبار و اتفاقها نباشیم، هرچقدر تلخ و دردآور. من در شروع جلسه سخنرانان و موضوع سخنرانی رو خدمت شما خوبان معرفی میکنم. آقای عباس منفرد، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در شهریور ماه 1401. آقای داوود واحدی پور، بررسی هدف 3 از اهداف 17 گانه سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. آقای سیاوش نوروزی، خودکشی دانشجویان. آقای رضا حاتمی، دانشجویی قبل و بعد از انقلاب. و آقای حمید رضا تقی‌زاده با موضوع مروری بر جنبش دانشجویی. موضوع بحث آزاد ما حق امنیت تحصیل برای دانشجویان. دعوت میکنم از سخنران اول جناب آقای عباس منفرد با گزارش و تحلیل موارد نقض. جناب آقای منفرد، اگر آماده هستید لطفا اعلام بفرمایید، ما در اختیار شما قرار. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایی که دوستان حاضر در جلسه. بیشک همه ما به مصابه یک خانواده هستیم که روز شماری میکنیم باز جلسه ماهیانه تشکیل بشه و با چهرهای مهربان و خندان یکدیگر روبرو بشیم. ولی با ضحاک زمان با هزاران جانی از جانان ما را ستاند و چهره یکایک ما را در غم فرو برد. ولی این خونها همچون آبی است که به پای درخت عدالت ریخته میشه و ما نیز همچون دیگر انسانهایی که در میدان عدالت کوشیدن و طعم پیروزی رو چشیدن، بیشک ما حلاوت و شیرینی عدالت رو خواهیم چشید. من هم به نوبه خودم این غم بزرگ رو خدمت عزیزان و ملت ایران تسلیت میگم. بیشک این مصیبت بزرگ بی جواب نمیمونه و توسط ملت بزرگ ایران پیگیری خواهد شد و به سرانجامی خواهد رسید که حق و شایستگی ملت ایران رو داره. من با گزارش نقض و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در خدمت شما عزیزان هستم. گستردگی موارد نقض بسیاره و ولی که من در حدود 10 تا رو فقط میتونم در خدمت شما باشم چون ضیق وقت هست. در پایان هر کدوم از این گزارش ها من
مغایرتش رو با مواد و اعلامیه جهانی حقوق بشر تحلیل میکنم و در پایان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چیزی که سنگ بنا و شالده جمهوری اسلامی است و تکیگاهیه که جمهوری اسلامی بر اساس اون خودش رو مشروعیت میبخشه و بر اساس اون خودش رو به جامعه جهانی نشون میده و ما بر همون اساس دوباره به موارد نقضی که اتفاق میفته خواهیم پرداخت. مهسا امینی، زن جوانی که به بهانه بدحجابی بازداشت شده بود، ساعتی بعد با وضعیت وخیم جسمی به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کسرا منتقل شد و اکنون خبر جان باختن او منتشر می‌شود. روایت دردآور فوت واکنش شماری از مسئولان، ورزشکاران و هنرمندان را در پی داشت. در این حال اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و سلب مسئولیت تلویحی نسبت به واقعه رخ داده، واکنش خانواده این شهروند و خشم افکار عمومی در فضای مجازی را برانگیخت. مهسا امینی، زن جوان 22 ساله اهل سقز که به تهران سفر کرده بود، روز سه‌شنبه هفته گذشته در ایستگاه مترو حقانی تهران توسط ماموران پلیس امنیت اخلاقی بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به وزرا منتقل شد. کوتاه مدتی پس از بازداشت، پیکر نیمه جانبه در حالی که با سطح هوشیاری درجه 3 به کما رفته بود، به بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان کسرا منتقل شد. با توجه به کارنامه بد نیروی انتظامی و وقایع مشابه پیشین، افکار عمومی با باور به ضرب و شتم این دختر جوان در محل بازداشتگاه نسبت به این وضعیت واکنش نشان دادن. ما بیشک از زمانی که بحث طرح صیانت یا افکار عمومی به طرح خیانت نام میبرن ازش، شاهد این هستیم که بحث امر به معروف چه از طریق ضابطین قضایی و ضابطین نظامی، چه از طریق افرادی که با یک برگه حکمی رو به این افراد دادن به صورت افراد عادی، روند امر به معروف و درگیری‌های حالا فیزیکی کلامی بسیار بسیار زیاد شده در سطح جامعه و یک دو قطبی رو در سطح جامعه داره ایجاد میکنه که یک عده حمایتگر حکومت باشن، یک عده منتقد حکومت باشن و این دو قطبی بسیار بسیار برای جامعه ما سم محسوب میشه و ممکنه خدایی نکرده به این روند به یک نزاع و جنگ داخلی بیانجامه و میطلبه که ملت ما باز هم اون آگاهی رو داشته باشن که خدایی نکرده به این سرانجام ختم نشه. این مورد و این گزارش نقض حقوق در برگیرنده مواد بسیاری از اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. من گلچینی رو کردم، ولی اگر بخوایم نگاه کنیم 30 ماده رو میتونیم به طور کامل در نظر بگیریم. ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای همه. بیشک یک دختر جوان وقتی از یک شهرستان به تهران میاد، مطمئنن با جوی که اونجا هست آشنایی نداره و کسی که پاش به مکانهای نظامی و قضایی باز نشده مطمئنن شوکی بهش دست میده. حالا هرچند که نیروی انتظامی این اداره داره که ما هیچ گونه آسیب و ضرب و جرح جسمی اتفاق نیفتاده، بیشک این روند فشار روحی و روانی که به شخص ایجاد میشه قابل قیاس نیست و مطمئنن باید نیروی انتظامی پاسخگو باشه در این خصوص. مرکز رسانه قوه قضاییه روز چهارشنبه 23 شهریور در اطلاعیه تازه در خصوص زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار، دو زندانی محکوم به اعدام، اتهام قاچاق انسان در مورد آنها را تکرار کرده و جزئیات بیشتری نیز بر ادعاهای قبلی خود افزوده است. به گزارش خبرگزاری هرانا،
مرکز رسانه قوه قضاییه روز چهارشنبه 23 شهریور ماه 1401 با انتشار اطلاعیه‌ای با عنوان حکم اعدام زهرا صدیقی به الهام چوبدار قابل فرجام خواهی است، به ارائه جزئیات بیشتر از محتوای پرونده دو زن محکوم به اعدام اقدام کرده است. این مرکز در اطلاعیه تازه خود آورده است که برخلاف اخبار منتشر شده در فضای مجازی و جعلسازی‌های صورت گرفته، حوزه فعالیت و عمده اتهامات این افراد فریب و سپس قاچاق زنان و دختران جوان به یکی از کشورهای منطقه به امید آموزش و وعده اشتغال بوده که در نهایت به سوء استفاده از آنها منجر می شده و مواردی نیز به خودکشی ختم شده است. قاچاق دختران توسط این باند تنها منحصر به استان آذربایجان غربی نبوده و این باند اقدام به فریب و قاچاق دختران از سراسر کشور میکرد. اگر دوستان خاطرشون باشه احمدی نژاد یه حرفی رو داشت که میشه بگیم کل نظام جمهوری اسلامی رو میتونیم با این حرف نشون داد و بگیم تابلویی هست برایشون. احمدی نژاد میگفت که دروغ کنتور نمیندازه و ما هر وقت هم که میخواییم ببینیم که جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی سعی در این داره که افرادی رو که دستگیر میکنه با هر شکلی متهم نشون بده و کسی نشون بده که در جهت اخلال در کشور بوده، یه اتهامی رو به اینا نسبت میده بدون اینکه این اتهام بخواد تایید بشه. همچون این اتهام که در ابتدا به بحث دیگر بحث LGBT بود و بعد الان به بحث قاچاق انسان کشونده میشه، جمهوری اسلامی به راحت ترین شکل اتهام ها و برچسب ها رو به افراد میده و با بحث این دو خانم که بحث فساد و فساد فی الارض حکم اعدام رو براشون صادر میکنه. این خبر نقض فاحش ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 18 حق آزادی عقیده است. علی انسان دوست زندانی سیاسی سابق علی‌رغم گذشت یک ماه از زمان دستگیری کماکان در زندان لنگرود قم در بازداشت و بلا تکلیفی به سر می‌برد. وی طی روزهای اخیر به بند قرنطینه این زندان منتقل شده است. یک منبع نزدیک به خانواده آقای انسان دوست در خصوص آخرین وضعیت وی به هرانا گفت آقای انسان دوست طی روزهای اخیر به بند قرنطینه زندان لنگرود قم منتقل شده است. روز شنبه 22 مرداد ماه امسال علی انسان دوست در منزل شخصیش مادامی که هیچ یک از اعضای خانواده حضور نداشتند توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ماموران همچنین اقدام به تفتیش منزل آقای انسان دوست کردند. پیشتر یک منبع مطلع در خصوص آخرین وضعیت وی به هرانا گفت علی طی روزهای اخیر به زندان لنگرود قم منتقل شده و در یکی از سلولهای انفرادی این زندان نگهداری می شود و تنها یک بار با خانواده خود ملاقات کرده. این خبر نقض ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 19 حق آزادی بیان و ماده 21 حق دموکراسی است. شعبه 104 دادسرای قائم شهر با درخواست تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، شهروندان بهایی، نگار دارابی، سامیه قلی نژاد، بیتا حقیقی و بصیر سمیعی علی‌رغم گذشت 13 روز از زمان دستگیری آنان مخالفت کرد. وضعیت جسمانی خانم دارابی که به همراه سامیه قلی نژاد و بیتا حقیقی در زندان قائم شهر به کرونا مبتلا شده افزایش نگرانی خانواده وی شده است. مخالفت با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه این شهروندان توسط شعبه 104 دادسرای قائم شهر با ریاست قاضی فقیهیان صورت گرفته است. این خبر نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی و ماده 18 حق آزادی عقیده است. آیدین جعفری شهروند اهل شهرستان ماکو پس از حضور در اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت شد. وی به همراه شماری دیگر از شهروندان در پی برگزاری تجمع اعتراضی در خصوص وضعیت دریاچه ارومیه
طی روزهای اخیر به اداره اطلاعات شهرستان ماکو احضار شد. هویت یکی از این شهروندان، آیدین جعفری 19 ساله، توسط هرانا احراز شده است. این شهروند پس از حضور در اداره اطلاعات شهرستان ماکو بازداشت شده و تا زمان تنظیم این گزارش از وضعیت او اطلاعی در دست نیست. این خبر نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی و ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات است. حسین رزاق، فعال رسانه‌ای محبوس در زندان اوین، از بابت پرونده جدیدی که اخیراً علیه وی گشوده شده، روز شنبه 19 شهریور توسط شعبه دوم دادسرای اوین تفهیم اتهام شد. سعید دهقان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود با بیان اینکه آقای رزاق در حال تحمل احکام حبس قبلی خود در زندان اوین است نوشت: وی صبح دیروز از زندان به شعبه دوم دادسرای امنیت اوین منتقل شد و توسط قاضی حاجی مرادی بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت نظام به دلیل برگزاری اتاقهای کلاب هاوس، تبلیغ علیه نظام به دلیل دفاع از بهائیان و نشر اکاذیب، به قصد تشویش از خان عمومی به دلیل توییت های حمایتی از سپیده رشنو و اهالی روشنکوه مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. به گفته این وکیل دادگستری، برای آقای رزاق قرار 1 میلیارد تومانی صادر شده است. این خبر و این گزارش نقض ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 19 حق آزادی بیان و ماده 21 حق دموکراسی است. یک شهروند در شهرستان شوش به دلیل مشکلات معیشتی دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. هویت وی سجاد الباجی 26 ساله، اهل کوی زویه شهرستان اهواز، متأهل و پدر 3 فرزند، توسط هرنا احراز شده است. یک منبع مطلع در این خصوص اعلام کردند که آقای آقای الباجی در یک سال گذشته در یک مکان مشغول به کار بودن، در یک مغازه مشغول به کار بودن و توسط مدیر اون مغازه اخراج میشن و این منجر به یه درگیری میشه و مدیر اون مغازه از ایشون شکایت میکنه و ایشون به زندان میفتن و مجبور میشن یه وثیقه رو بذارن و برای این وثیقه مجبور بودن که ماهیانه مبلغی رو پرداخت کنن. در کنار اون مبلغی برای اجاره خونه بوده که متاسفانه چون ایشون بیکار بودن و امکان پرداخت ها وجود نداشته، به خانه مادرشون به همراه فرزند و همسرشون میرن و در همونجا اقدام به خودکشی میکنن. این خبر نقض ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، ماده 25 حق خوراک، مسکن، مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه است و ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای همه، چیزی که برای نسل جوان ما نباید ناامیدی و خاکستری بودن باشه. ما نسلی هستیم که یا در سنی هستیم که میتونیم یک زندگی پرشور و نشاط داشته باشیم، ولی متاسفانه همه در یک موجی افتادیم که این موج همش یا خاکستریه یا اینکه ناامیدی و عدم امید هست. یاسین شهبخش، نوجوان بازداشتی، علارغم گذشت بیش از 2 ماه از زمان دستگیری، کماکان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در زاهدان در بازداشتگاه و بلا تکلیفی به سر میبرد. وی اوایل تیر ماه توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سراوان بازداشت شده بود. این شهروند علارغم گذشت 68 روز از زمان دستگیری همچنان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در زاهدان در بازداشت و بلا تکلیفی به سر می‌برد. این خبر نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی و ماده 22 حق امنیت اجتماعی است. تعیین زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهامات سید جواد سیدی،
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سید جواد سیدی، زندانی سیاسی سابق، در تاریخ 25 مهر ماه در شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. آقای سیدی روز شنبه 11 تیر ماه بازداشت و همکنون در اندرزگاه 4 زندان اوین به سر می‌برد. در این احضاریه که توسط شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سید علی مظلوم صادر و روز شنبه 12 شهریور به آقای سیدی ابلاغ شده است، از وی خواسته شده که در ساعت 10:30 صبح 25 مهر ماه جهت رسیدگی به اتهامات انتصابی در این شعبه حاضر شود. این خبر نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی و ماده 21 حق دموکراسی است. یاشار توحیدی، زندانی سیاسی، دوران محکومیت خود را در بند 8 زندان اوین سپری می کند. وی پیشتر در دادگاه بدوی به تحمل 3 سال و 5 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. آقای توحیدی که از اختلال نقض توجه رنج می برد، نیازمند مصرف منظم داروست، اما این مهم به بهانه کمبود دارو به صورت مستمر در اختیار او گذاشته نمی شود. این خبر نقض ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 22 حق امنیت اجتماعی و ماده 25 حق خوراک، مسکن، مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی است. ما همه این گزارش‌ها رو خدمت شما گفتیم، موارد نقضش بر اساس اعلامیه جهانی هم گفتیم. حالا می‌رسیم به اینجا که خود جمهوری اسلامی که دایره عدالت رو داره و مبنای خودش رو میذاره قانون اساسی و میگه ما بر اساس قانون اساسی عمل میکنیم. قانون اساسی ما هم عدالت اسلامی رو داره، هم دموکراسی غربی رو داره. ما بررسی میکنیم الان اصل 23 و قانون اساسی میاد این رو میگه تفتیش عقاید ممنوعه، هیچ کس نمیتونه به صرف داشتن عقیده های مورد تعرض یا مؤاخذه قرار بگیره. این نقضش خانم مهسا امینی، زهرا صدیقی، الهام چوبدار، حسین رزاق، یا این که میایم به اصل 28 میایم یه نیم نگاهی میندازیم، احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی، انجمن های اسلامی و یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادن و نمیتوان هیچ کس را از شرکت در آنها منع کرد یا شرکت در آنها مجبور ساخت. ما هر کدوم از جمعیت هایی که میان توی خیابون رو میبینیم، تنها برخوردی که باهاشون میشه برخورد نظامی و قهریه. نمونه بارزش آیدین جعفری، اعتراض به خوش شدن دریاچه ارومیه. در پایان اصل 32 رو بررسی میکنیم، هیچ کس رو نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکنه. در صورت بازداشت، موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم میشه. حد اکثر ظرف مدت 24 ساعت به مراجع صالحه و قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اثر وقت فراهم میشه. علی انسان دوست، یاسین شهبخش، 68 روز توی بازداشتگاه بدون مشخص شدن اتهاماتشون. ما 24 ساعت رو باید در نظر بگیریم یا 68 ساعت رو؟ متاسفانه نقض بسیار زیاده و جمهوری اسلامی با توجه به اینکه حالا دستای پشت پرده بده بستونهای سیاسی یا اقتصادی وجود داره، جامعه جهانی هم به هیچ عنوان پشت مردم نیستن. این مهم، بحث عدالت و بحث دموکراسی و آزادی فقط و فقط به دست مردم اتفاق میفته و با آگاهی جمعی اتفاق میفته. من عذرخواهی میکنم که سر دوستان رو به درد آوردم. بیشک این روزها روزای غمگینی هست برای یکایک ما، ولی که ما میتونیم با تلاش مداوم این امید رو داشته باشیم که ما یک فردای روشن رو در سرزمینمون خواهیم داشت. ممنون از شما. سپاسگزارم از شما جناب آقای مفید بابت ارائه گزارش، هرچند خیلی تلخ، ولی خیلی مهمه که مردم به اون درجه برسن که
آزادی از آگاهی جمعی به دست میاد، از این رفتارهای احساسی. حالا ما میبینیم تو کلاب هاوس یا تو توییتر پیشنهاداتی میدن که میشه جواب خشونت دوباره خشونت، یعنی اون نفر بعدی هم دوباره خشونت رو ترویج میده و خشونت هیچ وقت راهکار نبوده. جواب همون آگاهی جمعیه که با مطالعه به دست میاد، با اینکه اون آگاهی رو به نفر بعدی و اینو وظیفه خودمون بدیم. سپاسگزارم از شما جناب منفرد، از دوستان و همکاران گرامی. اگر صحبت و نظری دارید شنونده صحبت های شما هستیم. خانم بیرجنده گرامی، ما در اختیار شماست، بفرمایید. ممنون جواب افشارزاده، دارم خدمت همه دوستان. من میخواستم در رابطه با خانم مهسا امینی صحبت کنم و فکر کنم راجع به این مسئله نباید در واقع از کنارش خیلی کمرنگ رد بشیم و فقط به عنوان خبر بخوایم اینو اعلام بکنیم. بسیار این دو سه روزه واقعا به من به شخص خیلی سخت گذشته و واقعا ناراحتم از این قضیه و همونطور که دارید میبینید یکی یکی دخترها و پسرهای کشورمون رو دارن همینجوری با هر بهانه‌ای هست، با هر اتفاقی که میفته از بین میبرن. به هر حال این که آدم میتونه فکر بکنه شاید اون شخص خواهر من بود، شاید دختر خواهر من بود، شاید مادر من بود یا هر کس دیگه، به هر حال این احساس رو باید آدم داشته باشه که این اتفاق داره برای هر کسی میفته، اونجا میتونه فردایی برای من و یکی از بستگان من باشه، هیچ فرق نمی کنه. اما چیزی که برای من خیلی مهمه اینه که برای این کنفرانسی که آقای در واقع فامیلش هم یادم رو آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور کشور ما میخواد بره توی سازمان ملل صحبت بکنه به عنوان نماینده کشور ایران، من میخوام بدونم این آدم چی میخواد بره اونجا بگه، از چی میخواد دفاع بکنه، با توجه به این که واقعا خوشحالم از این قضیه که این موضوع واقعا رسانه‌ای شد در تمام دنیا و خیلی از رسانه‌های بزرگ این خبر رو منتشر کردن و هشتگ ها رو من شنیدم که بالای 2 میلیون ریتوییت شده. اینا خیلی خوبه واقعا، این باز همون نشون دهنده همون آگاهی مردم هست که سطحش بالا رفته که این رو میان اطلاع رسانی میکنن حالا از هر طریقی شده. و میگم واقعا برای من این سواله که اون آدم با توجه به این که این اتفاق افتاده میخواد از چیه حقوق بشر در ایران بره دفاع بکنه. و اینکه دوستان واقعا نباید بی‌تفاوت از این قضیه بگذریم، همینطور که میبینیم پشت سر هم این اتفاق الان تو همین 3 هفته ببینید چند تا اتفاق افتاده، همینجوری چند نفر رو همینجور حکم اعدام دادن، تجاوز شد، کشته شد، نمیدونم همین خانم امینی به این طریق. چرا واقعا باید این اتفاق توی کشور ما بیفته؟ مرسی، ممنون از اینکه صحبت من رو گوش دادید. سپاس از شما خانم بیرجنده گرامی. بله، تحت هیچ شرایطی نمیشه از این موضوع ساده گذشت و من میخواستم به این اشاره کنم در ادامه صحبت آقای منفرد که ما هم خانواده داریم در ایران، شخصا خواهرم اونجاست، مادرم اونجاست و فکر این که اگه اون اتفاق بیفته چی قرار بشه، چطوری قرار اونو من کنترل یا مدیریت کنم. تو عرض چند روز ما هم امیر حسین خادمی رو از دست دادیم، اون جوانی که هم بهش تجاوز شد رفته شکایت کرده بعد جسدش پیدا شده، به فاصله چند روز بعد مهسا امینی، حالا هر کدومشون به 2 شیوه متفاوت اون جون شیرینشون رو از دست دادن و مرگشون فقط نه خانواده، کشور الان عزاداره. حتی ما در ترکیه هستیم، تمام کانال‌های ترک به جز ATP تمام کانال ها این اخبار مخصوصا مهسا امینی رو پوشش دادن و دیگه یک موضوع داخلی نیست و ماجرام کاملا روشنه که چرا این اتفاق داره میفته و اون کسایی که این کار رو انجام دادن. مثل اینکه الان وقتی که این اتفاق برای خانم امینی افتاد خیلی داد و بیداد میکردن که مثلا آمریکا هم جورج فلوید رو کشت و همینجین اتفاق افتاد. خب وقتی این اتفاق برای فلوید افتاد بایدن رفت جلوی پسرش زانو زد و گفت طلب بخشش کرد و گفت این 27 میلیون دلار غرامته
که ما عکسش هم حتی موجوده و درخواست بخشش کرد، عذرخواهی کرد. خب حالا اونایی که این میگفتن آمریکا فلویدو کشته، آیا حکومت ایران اومد عذرخواهی بکنه؟ آیا اون افسر آقا خانم هر کی بوده اومد عذرخواهی بکنه؟ نه، داستان سرایی کردن. 5 سالگی سر داشته، 6 سال و 2 ماهش بوده مثلا بیماری فلان داشته. و این نشون میده که اون رأس که فاسده، که ما میدونیم که فاسده، همجوری پایین تر میایم این درجه فساد بیشتر و بزرگتر میشه و ما در ایران گرفتار ظلم بسیار بزرگی هستیم. و حالا ریشه یابیش هم میشه کرد، حالا وقت نیست، نمیخوام وقت دوستانه بگیرم، یعنی که مثلا یه پسر به سن امیر حسین چرا باید برای هزینه درمان مادرش کار کنه؟ حالا باید کار کنه، درسته؟ خب حالا چرا باید اون محیط کار اینجوری ناامن باشه که متجاوزان اینقدر احساس امنیت بکنن و یه پسر تک و تنها رو بهش تجاوز کنن و بعدم بکشنش؟ یه پسر 16 ساله. خب سپاسگزارم از همگی. این سراغ سخنران بعد، جناب آقای داوود واحدی پور با بررسی هدف 3 از اهداف 17 گانه سند 23 یونسکو. جناب آقای واحدی پور اگر آماده هستید لطفا اعلام بفرمایید، ما در اختیار شما قرار بود. تشکر میکنم از شما. صدای بنده رو دادید؟ بله واضح. بله. بررسی هدف 3 رو من شروع میکنم. هدف 3 از اهداف 17 گانه سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی. این سند مصوبه‌ای بود که دولت ایران به عنوان سند ضد نظام جمهوری اسلامی و دخالت کشورهای غربی در امور ایران از آن یاد کرده بود. هدف سوم از اهداف 17 گانه سند 23 عبارت است از تضمین یک زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین. مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است: 1. کاهش مرگ و میر مادران در سراسر جهان به کمتر از 70 نفر به ازای هر 100,000 نفر تا سال 2030. 2. پایان دادن به مرگ و میرهای قابل پیشگیری در نوزادان و کودکان زیر 5 سال تا سال 2030. در این حرکت هدف همه کشورها باید کاهش میزان مرگ و میر نوزادان به کمتر از 12 نفر به ازای هر 1,000 نوزاد زنده متولد شده و کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به حداقل کمتر از 25 نفر به ازای هر 1,000 کودک باشد. 3. پایان دادن به بیماری های همگیر مانند ایدز، سل، مالاریا و بیماری های نادیده گرفته شده ویژه مناطق حاره و مبارزه با هپاتیت. بیماری های ناقل به وسیله آب و سایر بیماری های واگیردار تا سال 2030. 4. کاهش تعداد مرگ و میرهای زود هنگام ناشی از بیماری های غیر واگیر از طریق پیشگیری و درمان و ترویج بهداشت روانی و رفاه تا سال 2030. 5. تقویت پیشگیری از مصرف مواد مخدر و درمان سوء مصرف آن و نیز پیشگیری از استفاده زیانبار مشروبات الکلی. 6. به نصف رساندن تعداد مرگ و میرها و مصدومیت‌های ناشی از ترافیک جاده‌ای در سطح جهان تا سال 2030. 7. تضمین دسترسی جهان به خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه مسائل جنسی و باروری، از جمله در راستای تنظیم خانواده، آموزش و اطلاع رسانی و ادغام بهداشت باروری در برنامه‌ها و مسائل و مشکلات مالی در این زمینه، دسترسی به خدمات بهداشتی ضروری و نیز دسترسی امن، مؤثر، کیفی و مقرون به صرفه به داروها و واکسن‌های ضروری برای همه. 9. کاهش تعداد مرگ و میرها و بیماری‌های ناشی از مواد شیمیایی خطرناک و آلودگی هوا، آب و خاک تا سال 2030.
الف تقویت اجرایی کنوانسیون در چارچوب سازمان بهداشت جهانی پیرامون کنترل تولید توتون و تنباکو در همه کشورها به طور مناسب، به حمایت از پژوهش و تولید و تولید واکسن و دارو برای بیماری‌های واگیردار و بیماری‌های غیر واگیردار که در ابتدا کشورهای در حال توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند، فراهم آوردن امکان دسترسی به داروها و واکسن‌های مقرون به صرفه. در راستای اعلامیه دوحه که این اعلامیه به موضع حق کشورهای در حال توسعه برای بهره برداری کامل از مفاد موافقتنامه جنبه‌های تجاری حق مالکیت فکری مبنی بر انعطاف پذیری برای حفظ بهداشت عمومی و به خصوص فراهم آوردن امکان دسترسی به دارو برای همه تاکید دارد. تیم افزایش چشمگیر کمک‌های مالی در حوزه بهداشت، استخدام، توسعه، آموزش و نگهداری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی و کشورهای جزیره کوچک. دال تقویت ظرفیت‌های همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه برای هشدار به موقع و کاهش مخاطرات و مدیریت خطرهای بهداشتی در سطوح جهانی و ملی. سلامت یا تندرستی عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان. بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی، تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست، بلکه نداشتن هیچ گونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت جسمانی برای هر فرد جامعه است. حق سلامت که لازمه ی حیات مدنی انسان هاست، در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمینه‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است از تامین اجتماعی بهره‌مند گردد. همچنین این حق طبق ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک و ماده 12 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در زمره حقوق اساسی بشر شناسایی شده است و دولت‌ها مکلفند که تمامی امکانات خود را برای بهره‌مندی انسان‌ها از این حق بدون هیچ گونه تبعیضی به کار گیرند. هدف شماره سوم از اهداف 17 گانه توسعه پایدار، بهبود چشم‌انداز جهانی در خصوص اطمینان از زندگی سالم و توسعه رفاه پایدار برای همگان در هر گروه سنی را در گرو کاهش مرگ و میر مادران، پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری کودکان، کاهش بیماری‌های مرتبط با ایدز، پوشش بهداشت جهانی، داروهای ضروری مقرون به صرفه، مراقبت از سلامت جنسی و باروری، تحقیقات واکسن و دسترسی به داروها و همچنین مبارزه با بیماری‌های غیرقابل پیشگیری مانند دیابت و جلوگیری از حوادث ترافیکی و سوء استفاده از مواد مخدر می‌داند. در همین راستا حق حیات در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک و همچنین ماده 12 از کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان به عنوان بنیادی ترین حق بشری مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه بر این، ماده 10 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
متضمن الزام دولت‌ها به در نظر گرفتن تدابیر حمایتی خاص برای مادران و کودکان است. یکی از اهداف سال 2030 این است که دسترسی جهان به مراقبت‌های بهداشتی جنسی و باروری را تضمین کند. مطابق با ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همینطور ماده 15 از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هر انسانی حق بهره‌مندی از پیشرفت‌های علمی و فواید آن را دارد و قوانین داخلی و بین المللی باید این حق را تضمین کرده و امکان بهره‌مندی تمامی انسان‌ها از آن را بدون هیچ گونه تبعیضی فراهم نماید. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در قانون اساسی خود حق سلامت را مورد توجه قرار داده است و خود را به نوعی مکلف به تحقق اهداف شماره 3 نموده است. اصل 23 قانون اساسی حق خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی را برای همگان به رسمیت می‌شناسد و مقرر می‌دارد برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری و پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانه و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه حقی است همگانی. طبق این اصل دولت باید از دو طریق خدمات فوق را برای آحاد مردم کشور فراهم سازد. این دو طریق عبارتند از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم. علاوه بر اصل 23 اصول دیگری نیز با سلامت مرتبطند. طبق بند 12 اصل 3 قانون اساسی پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت است. به موجب این از دولت مکلف است حقوق همه جانبه افراد هم از زن یا مرد و تساوی عموم در برابر قانون را تأمین نماید و بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید دارد. در اصل 3 به مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خیش اشاره شده است و آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را از وظایف دولت شمرده است. همچنین اصل 23 حمایت یکسان قانونی را برای همه افراد ملت هم از زن و مرد و برخورداری از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با رعایت موازین اسلامی بیان می‌دارد. حق 21 مربوط به حقوق زنان است و دولت را موظف به تضمین حقوق زنان در تمام ابعاد با رعایت موازین اسلامی نموده است. دولت باید برای رشد جایگاه و شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی او زمینه‌های مساعد ایجاد کند و از مادران به خصوص در دوران بارداری حمایت کند. بند 1 اصل 33 تأمین نیازهای اساسی یعنی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه را یکی از ضوابط می‌داند که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس آن استوار گردد. اما آمار و اخباری که از گوشه و کنار در خصوص وضعیت سلامتی ایرانیان و کمکاری‌های دولت جمهوری اسلامی در خصوص تحقق بخشیدن به این حق بشری و اساسی به گوش می‌رسد، نمایانگر عدم بهره‌مندی بخش عظیمی از ایرانیان از حق سلامت طبق استانداردهای حقوق بشری می باشد.
گزارش تفصیلی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی در رابطه با مناطق محروم در ایران نشان می‌دهد بیش از نیمی از مناطق مسکونی در ایران شامل استان‌ها، شهرها و روستاها جزو مناطق کمتر توسعه یافته و محرومند. البته میزان محرومیت این مناطق و عدم توسعه یافتگی آنان به یک میزان نبوده و در برخی مانند استان سیستان و بلوچستان 100% استان دارای محرومیت و عدم توسعه یافتگی است. در این گزارش پس از استان سیستان و بلوچستان ایلام با 95%، کوکیلویه و بوی رحمت با 88%، بوشهر با 87%، کردستان با 86%، خراسان جنوبی با 85% و هرمزگان با 81% استانهایی هستند که بیشترین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را دارا هستند. دست کم 25% از مناطق محروم کل ایران که خود نیمی از بخش‌های مسکونی کشور را تشکیل می‌دهد از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی حداقلی محرومند. به گفته این گزارش در حالی که استاندارد حداقلی برای بهره‌مندی از خدمات بهداشتی و درمانی در ایران 8 خانه بهداشتی یا درمانگاه به ازای هر 10,000 نفر است، این رقم در بیش از نیمی از مناطق محروم در ایران زیر 8 است. بر این اساس یعنی با توجه به پراکندگی جمعیت در مناطق محروم چیزی نزدیک به 10 میلیون نفر در ایران از دسترسی به خدمات حداقلی درمانی و بهداشتی محرومند یا دست کم برای دسترسی به آن با دشواری فراوان روبرو هستند. علاوه بر این با وجود این حقیقت که ایران دارای یک اقتصاد وابسته به کشاورزی می باشد درجات بالایی از سوء تغذیه در کشور وجود دارد. حدوداً 1/4 کودکان یا گرسنگی کشیدن یا فاکتورهای کاهش رشد را به دلیل سطح پایین تغذیه تجربه کردند. با این وجود شاخصهای قابلیت توزیع غذا در سطح پایین است. درصد کودکانی که از سوء تغذیه رنج می‌برند در روستاها بیشتر است. از سوی دیگر گسترش آسیب‌های اجتماعی در سال‌های اخیر باعث شده تا آمار زندانیان زن افزایش چشمگیری پیدا کند. مسئله‌ای که با توجه به نقش زنان در جامعه به ویژه در خانواده پیامدهای منفی اجتماعی بسیاری را به دنبال دارد. زیرا مادرانی که در زندان به سر می‌برند کودکان آنها به صورت ناخواسته با بسیاری از جرائم در زندان آشنا می‌شوند که این خود می‌تواند در آینده برای آنها مشکل ساز شود. کودکانی که زندان تأثیر منفی و ویرانگری بر روی آنها می‌گذارد و حیات عاطفی، فکری و روانی آنان را با مشکل مواجه می‌سازد. در بخش پایانی به این موضوع اشاره می‌کنم که توسعه واکسیناسیون از مواد مهم این هدف است. در سال 1399 و در حالی که بالاترین آمار مرگ و میر جهانی بر اثر کرونا را تجربه می کردیم، رهبر ایران با دستور مستقیم ورود واکسن‌های مؤثر آمریکایی و اروپایی را ممنوع کرد و با این کار نابخردانه باعث مرگ صدها هزار ایرانی شد که هر یک از آنها امید و پناه خانواده‌ای بودند و اکنون این خانواده‌های ایرانی در داغ عزیزانشان به خاطر تصمیم یک نفر می سوزند. تشکر میکنم از توجهتون. ممنونم از شما. متشکرم از شما. از دوستان گرامی اگر مایل به صحبت در باره بررسی هدف سه هستید خوشحال میشیم مشارکت شما رو شاهد باشیم. متشکرم جناب آقای وایدی‌پور، خسته نباشید. دعوت میکنم از سخنران بعد جناب آقای سیاوش نوروزی با موضوع خودکشی دانشجویان. جناب آقای نوروزی اگر آماده هستید لطفاً اعلام بفرمایید تا مایک در اختیار شما قرار بگیره.
سلام عرض میکنم خدمت همگی عزیزان. در ابتدا میخواستم مفهوم خودکشی رو به عرضتون برسونم. خودکشی معنی آسیب رساندن به خود با هدف از بین بردن خیش است. مرگ در اثر خودکشی ممکن است بیشتر از یک دلیل داشته باشد. اگرچه خودکشی در بین تمامی گروه های سنی دیده میشود، اگر در قش جوان باسه از دست دادن سالهای بالقوه زیادتری می شود که این امر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار. مسائل مربوط به روان دانشجویان متعدد و بسیار چالش برانگیز است و می توان محیط دانشگاه را درگیر کند. لزوم شناسایی علائم خطر در دانشجویان هنگام ورود به دانشگاه بسیار ضروری به نظر می رسد و نظام آموزشی این وظیفه را دارد تا بهترین محیط را جهت انتقال دانشجو از خانواده به دانشگاه فراهم کند. محیطی خالی از استرس و انگیزه. دوره انتقال از محیط خانواده به دانشگاه و استقلال نسبی یا کامل از جمله مهمترین عوامل استرس‌زا در جوانان محسوب می شود. در این دوران دانشجویان فشارهای روانی زیادی را متحمل می شوند و این خود می تواند مانع به تنهایی افسردگی و افکار خودکشی را به دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی آنان باید بتوانند از پس مشکلات درسی برآیند و تصمیم گیری های آینده خیش را اهداف زندگیشون رو نیز مشخص کنند. مهمترین نیاز یک جوان امنیت اقتصادی و اجتماعی است. بیشتر جوانان ایرانی امید زیادی به ادامه زندگی ندارند. انسان ها هر از گاهی نیاز دارند تا خودشون رو از دست مشغله های زندگی خارج کنند تا کمی آرام شوند، اما چنین شرایطی برای یک جوان ایرانی دانشجو مهیا نیست و این امر یکی از مهمترین دلایل خودکشی جوانان ایرانی می باشد. متاسفانه در دهه‌های گذشته به دلیل عملکرد ضعیف در بسترسازی و استفاده بهینه از قابلیت‌ها و شایستگی جوانان، عملی نشدن شعارها، اهدافی که برای پیشرفت و توسعه وضعیت این گروه از جامعه مطرح شده بود، با موج گسترده فراگیر و بی سابقه از خودکشی ها در این نسل روبرو هست. در شرایط جامعه امروز موجب آن شده که افکار خودکشی در تمام قشرها رنگ بگیره. حالا با شرایط اقتصادی و مشکلات مالی که پایان نداره، نه تنها افرادی که بهره ای از سواد و دانش ندارن، بلکه دانشجویان نخبه به خودکشی فکر میکنن. وقتی شرایط را نابهنجار میبینیم، تصمیم به عملی کردن افکار خود میگیرن. در همه جوامع ورود به دانشگاه به منزله دستیابی به شغل بهتر، درآمد بالاتر، امید به اینکه جایگاه اجتماعی بالاتر محقق شود و همه آنچه که از کودکی تا جوانی در ذهن نقش بسته در دنیای واقعی رخ دهد، اما در نهایت یا مقابله با مشکلات از جمله ناامنی اقتصادی، فشارها و ممنوعیت‌ها، سرکوب و خفقان شدید تصمیم به خودکشی می‌گیرند. یه آمار کوتاهی هم بدم از اقدام به خودکشی در کشورم. آمار خودکشی در 3 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.4% افزایش داشته. از 3 ماه سال جاری حدود 1408 نفر جوان دانشجو زیر 30 سال در کشور خودکشی کرد که این آمار از این میان 346 نفر زنان و 972 نفر مردان در سطح دانشگاه رو به خود اختصاص بده. و آمار خودکشی در سال گذشته نسبت به سالهای قبل روند افزایش رو نشون میده. گروه های تحصیل کرده حساسیت بیشتری نسبت به محیط پیرامون خودشون دارن نشون میدن. ناکامی در این افراد بیشتر رشد میکنه، زیرا جوانان در خانواده ها یا جامعه دائما در حال شنیدن این جمله هستن که اگر درس بخوانی به جایی میرسی و موفق خواهی شد. در صورت اتمام دوره تحصیلی یا حین آن انتظار دارند آینده روشنی در انتظارشون باشه، اما این امر امروزه امری محال تبدیل شده. بنابر در واقع برای فرار از فشارهای روز افزونی که در جامعه ایران با آنها وارد میکنند، ترجیح میدهند دست به این اقدام بزنند. خودکشی نیز در پی عوامل مختلف ایجاد میگرده. جامعه تاثیر مستقیمی بر افزایش یا کاهش این مورد داره. در نتیجه تا زمانی که مسائل اجتماعی حل نگردد، خودکشی نیز کاهش نخواهد داشت، چرا که لازمه یک حیات سالم داشتن جامعه سالم است. یکی از اشخاص نظام آموزش و پرورش در ایران
یکی از دلایل موضوع را افسردگی میخونم و میگوید در محیط آموزشی ایران از کودکی تا اتمام دانشگاه فضای شادی برای افراد وجود ندارد. انواع ممنوعیت ها چه در اکثر خانواده چه در دانشگاه ها و جامعه برای جوانان وجود ندارد و همچنین تبلیغات ایدئولوژی و مذهبی در این محیط ها به شدت صورت میگیرد. همه این عوامل باعث میشوند برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا محیط‌های آموزشی در ایران به محلی برای فشار روانی این جوانان تبدیل شود، منجر به خودکشی هزاران دانشجو بشود. همچنین دلایلی که از نظر اجتماعی میتواند در کشورهای غربی عامل خودکشی باشند به احتمال زیاد در مورد جامعه ایران صدق نمی‌کند و بالعکس جز مواردی مانند فقر، بیکاری یا هزار موارد دیگر که به طور عمومی میتواند در ایران عامل تشدید کننده خودکشی باشد، تمام تلاش‌های رسمی در ایران برای محدود کردن جوانان با اشکال مختلف صورت می‌گیرد. در سالی که گذشت اخبار زیادی درباره خودکشی دانشجویان منتشر شده. جوانی که مشخصاً به دلیل وضعیت سخت معیشتی و تبعیض اقتصادی یا ناامیدی دست به خودکشی می‌زند، مقامات حاکمیت در رأس آنها رئیس قوه مجریه با سیاست‌گذاری‌هایشان ناامیدی را در زندگی جوانان ما رواج دادند و معنای آینده را از بین بردن. مسیر تلخ ناامیدی که منجر به خودکشی این افراد شود در پیوند با شرایطی طی شده است که بیشک بانی آن مقامات اجرایی و تصمیم گیرندگان سیاسی کشور بوده و هستند. از این رو بازخوانی موارد خودکشی در میان دانشجویان میتواند مسیری برای درک و تبعات تلخ و مشترک ناشی از ظلم روا شده از سوی قدرت بر گروه های مختلف جامعه از جمله جوانان و دانشجویان داشته باشد. پژوهش‌های بسیاری در سالهای اخیر نشون داده که تمایل به خودکشی در بین دانشجویان بسیار بیشتر از قبل شده. سازمان امور دانشجویان در اسفند ماه 98 برنامه‌ای با عنوان برنامه جامعه پیشگیری مداخله در خودکشی در محیط‌های دانشگاهی منتشر کرد که در آن آمده بود حدود 23% دانشجویان به خودکشی فکر می‌کنند. این گزارش اعلام می‌کرد که بر اساس آمار سازمان پزشک قانونی 3.66% دانشجو در سال 96 بر اثر خودکشی جان باختند. این آمار مربوط به چند سال گذشته است که متاسفانه الان این ارقام حتی چند برابر هم شده. در گزارش مذکور عنوان شده که به ازای هر خودکشی ممکنه 10 تا 20 اقدام خودکشی دیگه هم وجود داشته باشه. در گذشته بخش مهمی از زندگی دانشجویی بیرون از محیط دانشگاه تعریف می‌شد. اما امروز آن بخش از زندگی دانشجویی جای خود را به زحمت و تحمل برای پول درآوردن داده. آن هم در صورتی که جوان شغلی برای پول درآوردن پیدا کند. در غیر آن صورت مواردی از جمله ناامنی در جامعه، سرکوب عقاید و افکار آنها، اعتیاد و فشارهای حکومت جمهوری اسلامی ایران باعث می‌شود این بخش کثیر از زندگی جوانان در بیرون از خانه باعث وقوع هزاران اتفاق ناخوشایند و فشارهای روانی بر آنها باشد. تمام این عوامل دلایلی که افزایش خودکشی رو جوانان دانشجویان می باشد. بسیاری از دانشجویان فرودست نیست که از شهرهای کوچک به تهران می آیند. اساساً پشتوانه مالی چندانی از طریق خانوادان ندارند و خیلی زود باید دنبال کار باشند تا هزینه‌های تحصیل و زندگیشون رو تأمین کنند. آمار خودکشی جوانان 15 تا 30 ساله در این استانهایی که خدمتتون عرض می‌کنم بیشترین درصد رو داشت. در ابتدا ایلام که با نرخ 28/100,000 نفر، کرمانشاه با نرخ 26/100,000 نفر، همچنین لرستان، همدان، گلستان، چهارمحال بختیاری، کوکویل بویراحمد، آذربایجان غربی، کرمان و کردستان و در آخر هم تهران و سیستان و بلوچستان بیشترین آمار خودکشی رو به خودشون اختصاص دادن. از میان خودکشی های صورت گرفته حدود 50% از طریق حلق آویز کردن و نیم دیگری از طریق خوردن قرص است به این اقدام زدن. چند نمونه از دانشجوهای نخبه جوانان که در سالهای اخیر دست به خودکشی زدن رو خدمتتون میگم. یک دختر 20 ساله ورودی سال 99 دانشگاه امیر کبیر که از طبقه هشتم خوابگاه خود رو به پایین پرت کرد و به زندگی خودش پایان داد.
همچنین دانشجوی دکترای بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس اوایل امسال با شلیک گلوله دست به خودکشی زد. مورد دیگه مشابه های زیادی داره که خودکشی دختر در خوابگاه دانشگاه علامه به علت ترس از پخش شدن عکسایش توسط نامزد سابقش. چند روز پیش هم که شاهد خودکشی زهرا صدیقی همدانی در زندان ارومیه بودیم که تحت فشار و شکنجه های روانی و ترس از تناب دار باعث خودکشی او شده و هزاران مورد مشابهی که به جای بحث داره. خودکشی ریشه در ابتدای زندگی فرد داره که اکثر جوانان ایرانی از ابتدای بلوغ و با بسیاری از مشکلات روحی دست و پنجه نرم میکنن در یکی از خانواده های معمولی اونطور که باید یک جوان نیازهاش برطرف نمیشه. از طرفی رفتار خانواده های ایرانی با بچه هاشون اکثرا رفتار درستی نیست، چون نظام آموزشی ما این مورد رو با درایت پیش نبرده و خانواده ها در تربیت بچه هاشون اکثرا به مشکل برمیخورن. برای درک نوجوانی که در سن بلوغ هست، یک زیرساز آموزشی بسیار قوی نیاز هست که متاسفانه جامعه ما از ریشه نتونسته این آموزش رو به افراد و خانواده ها بده. در این صورت این فرد از سن بلوغ که ذهنش شروع به سنجیدن و فهمیدن میکنه با مشکل روبرو میشه. از هر طرفی هم جامعه ناامن تهدیدش میکنه و خانواده هم تا حدی میتونه از ورود بچه های خودشون به جامعه جلوگیری کنن. از طرفی وقتی وارد جامعه و فضای دانشگاه بشه بسیاری از تناقضات و بیعدالتی ها و ناامیدی ها رو به چشم میبینه و با روحیه و فشارهای روانی زیادی حالا میخواد تو این محیط هم درس بخونه. ولی با این آینده سیاه ببخشید که جلوی چشمش هست چطور میتونه انگیزه موفقیت داشته باشه؟ به دلیل این فشار از ابتدای زندگی خیلی از جوان ها حتی نخبه های کشورمون خیلی از دانشجوهای دکترا به طور روزانه خبر خودکشیشون رو به گوشمون میرسه. خیلی هاشون از اعتراض این وضعیت بازداشت و سرکوب میشن و در زندان ها خودکشی میکنن. خیلی هم به خاطر عقیده افکارشون زیر سوال میرن و اونها هم دست به خودکشی میزنن. این افرادی هستن که قرار است آینده کشورمون رو بسازن و ما هم باید روزانه شاهد خودکشی کردن بسیاری از این عزیزان باشیم. و چیزی که در آخر میتونم بهش برسم این است که متاسفانه جامعه ما یک جامعه سمی آلوده برای رشد جوانان و نوجوانان هست و این محیط حاکم، این نظام در تلاش برای فشار روزافزون بر این جوانان هست. در این شرایط هم برای یک جوان تحصیل کرده یا تحصیل نکرده چاره جز تصمیم سخت پایان دادن به زندگی نداره. اینجا جا داره یادی کنم از مهسا امینی و هزاران مهسا امینی دیگه که قربانی این نظام و بی‌تدبیری مسئولان شدن. یادشون گرامی باشه. به امید روزی که دیگه پرپر شدن دانشجوهامون رو شاهد نباشه. ممنونم از شما که وقتتون رو به من دادید. سپاسگزارم از شما بابت سخنرانی که انجام دادین. یادمه تو دوره دوم کرونا بود که رزیدنت ها و دانشجویان پزشکی شروع به خودکشی کردن و خیلی آمارشون بالا رفت و همین در خود کانون هم چند تا گزارش ازش کار کردیم. حالا دلایل بسیار متفاوتی بود، چون پدیده کلن پدیده خودکشی یکی از اون موضوعات مورد توجهه، حالا به لحاظ آسیب‌های اجتماعی چه در ایران چه در هر جای دنیا. و مسئله هم رزیدنت‌های پزشکی و دانشجویان پزشکی تخصصی در دو سال گذشته یکی از بدترین تراژدی‌های ایران شده بود و خیلی جالبه که اصلا سایت‌ها هم این خبر رو پخش نکردن. بعد از اینکه یک فرد یک توییتی رو انتشار داد بازخوردها شروع شد و بعد از اون متوجه آمار بسیار زیاد خودکشی در این قشر جامعه شدیم و از خودکشی 4 دانشجو در دانشکده علوم پزشکی جاندی شاپور اهواز شروع شد و بعد از اون دیدیم که خیلی از دانشجو هستن که خیلی از این وقتی که حالا دلایلی که بسیار زیادی رو ارائه کردن، ولی یکی از دلایلی بود که با این که داشتن در یک رشته بسیار عالی درس میخوندن، ولی خب واقعیتش اینه که پزشکی رشته بسیار سختیه، ولی بعد از اون تبعیض‌های وجود داشت که متاسفانه خیلی از اونا طاقت نیوردن و به زندگی خودشون پایان دادن.
از دوستان و همکاران گرامی اگر مایل به صحبت هستید بتونیم مایک رو در اختیار شما قرار بدیم. سپاس جناب آقای نوروزی. دعوت میکنم من سخنران بعد جناب آقای رضا حاتمی با موضوع دانشجویی قبل و بعد از انقلاب. آقای حاتمی اگر آماده هستید لطفا اعلام بفرمایید، مایک در اختیار شما قرار دارید. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و لازم میدونم که به نوبه خودم واقعی ناگهانی که برای خانم مهسا امینی اتفاق افتاد رو خدمت مردم ایران تسلیت بگم. در ابتدا با این مورد شروع میکنم که پیش از روی کار آمدن رضا شاه سواد آموزی در ایران در جاهایی با نام مکتب خانه در مسجدها یا خانه های شخصی انجام میشده است. آموزگاران نیز ملا و ملا باجی بودند و خود اینها نیز تنها سواد خواندن و نوشتن داشتند. در تهران و شهرهای بزرگ نیز آموزشگاه‌های حرفه‌ای انگشت شمار بودند و آموزش‌های ارائه شده نیز در موضوعات محدودی بودند. با آغاز پادشاهی رضا شاه مکتب‌خانه‌ها همگی بسته شدند و برای نخستین بار مدرسه‌های منظم و رایگان زیادی در سراسر ایران پدیدار شد. سیستم آموزشی این آموزشگاه‌های نوین بر پایه کشورهای اروپایی بود و دارای کتاب‌های درسی بودند. نخستین دانشگاه‌ها و دانشسرای مدرن ایرانی پدیدار شدند و ساختمان‌های تازه‌ای چون دانشسرای عالی، هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌های صنعتی و دانشگاه تهران در شهرها پدیدار آمدند. مربیان و استادهای خارجی جهت بهبود سطح دانش استخدام شدند و دانشجویانی هم به خارج از کشور اعزام شدند. کم کم شمار ایرانیان با سواد گسترش یافت و این تنها به شهرها محدود نمی‌شد، بلکه در بیشتر دهات‌ها نیز دبستان دایر شد و سازمان‌های پیشاهنگی، تربیت بدنی و ورزشی ایرانی پدیدار شدند. در رشته‌های فرهنگی و هنری همچون موسیقی، مجسمه‌سازی، تئاتر، نقاشی و غیره هنرستان‌های بنیان‌گذاری شدند. کتابخانه‌هایی نیز در کشور گشایش یافت و برای حفظ آثار باستانی ایران اقدام به جمع‌آوری عتیقه‌ها و تأسیس موزه‌ها همچون موزه ایران باستان شد. ایران از اوایل قرن 19 هم شروع به فرستادن دانشجویان به خارج برای ادامه تحصیلات کرد و این کار تا شروع جنگ جهانی اول به تناوب ادامه داشت. پس از پایان جنگ نیاز مبرم به کادرهای تحصیل کرده و آموزش دیده دولت ایران را مجبور کرد که به فکر از سرگیری اعزام دانشجو به خارج برای فراگیری علوم تخصصی بیفت. اولین گام های دیپلمات در راستای این هدف در سال 1300 برداشته شد. کودتای رضا شاه باعث قطع این برنامه نشد چون سال بعد اولین گروه 60 نفری به دانشگاه های نظامی فرانسه فرستاده شدند. ایالات متحده آمریکا از اولین کشورهایی بود که پس از جنگ دانشجویان بورسیه ایرانی پذیرفت که تعدادی از ایشان برای تحصیل در رشته تعلیم و تربیت که ظاهراً در آمریکا پیشرفته تر از اروپا پنداشته می شد به آنجا رفتند. به هر حال اروپا مقصد اصلی دانشجویان بورسیه دولتی بود. در سال 1305 من عذرخواهی می کنم در سال 1305 اولین گروه 20 نفره برای تحصیل در رشته مهندسی عازم اروپا شدند. همه آنان با رضایت کامل دولت فرانسه به آن کشور رفتند. در همان سال ایران 9 دانشجو را به دانشکده نیروی دریایی ایتالیا فرستاد. در سال 1307 با ایجاد بورس کامل دولتی این برنامه ادامه یافت. در مجلس لایحه‌ای به تصویب رسید که هر سال 100 دانشجو به اروپا اعزام شدند. در دوران محمد رضا شاه تاکید بسیاری در رابطه با مسئله تحصیل رایگان و اجباری برای همه صورت گرفت. در پایان سالهای 1920 و سالهای 1930 چند فقره اصلاحات در زمینه آموزش و پرورش، فرهنگ و زندگی مردم انجام گرفت.
قانون ها و تصویب نامه هایی در باره آموزش عمومی و اجباری رایگان ابتدایی و آموزش عالی و همچنین تأسیس شبکه آموزش غیر مذهبی دولت و حتی آموزشگاه ها و دانشکده های علوم تربیتی وضع شدند. همچنین سیستم آموزشی مدارس فرانسه به عنوان الگوی مدارس ایرانی پذیرفته شد. در آن سالها جایگاه دانشجو جایگاه رفیع محسوب می‌شد و شخصی که تحصیل می‌کرد تمام جوانب برای ادامه تحصیل او از جانب دولت در نظر گرفته می‌شد. در سال 1920 قوانین ثابتی در این مورد گذاشته شد، از جمله حقوق دانشجویی که به هر نفر 350 تک تومان تعلق می‌گرفت و به ازای تأهل آنها یا داشتن فرزند این رقم بیشتر نیز می‌شد. همچنین دانشگاه ها به صورت رایگان تا زمان فارغ التحصیلی از دانشگاه در اختیار دانشجویان قرار می گرفت. کتاب های مورد نیاز دانشجویان فراهم و به صورت رایگان به آنها ارائه می شده. از طرفی بورسیه کشورهای خارجی کار سخت و پرزحمتی نبوده و دانشجو هر زمان اراده به تحصیل در خارج از کشور می کرده و اولویت های بورسیه شدن رو داشته، با هزینه‌های دولت در خارج از کشور به ادامه تحصیل می‌پرداخته است. نکته‌ای که خیلی قابل بحث است راجع به دانشگاه هاست. در دوران پهلوی تنها دانشگاه‌های دولتی وجود داشته و خبری از دانشگاه‌های غیر انتفاعی آزاد که محلی برای گرفتن پول‌های هنگف از مردم است نبوده است. دانشگاه‌های دولتی با بهترین کیفیت و تمام امکانات لازم برای تحصیل دانشجو در دسترس بوده. تعداد دانشگاه‌ها به نسبت الان کمتر بوده و اینطور نبوده که سر هر کوچه‌ای دانشگاه تأسیس شده باشه، اما کیفیت خروجی این دانشگاه‌ها با وضعیت الان قابل مقایسه نیست. متأسفانه دانشجویان ایرانی امروز خیلی‌هاشون قدرت دانشگاه رفتن رو هم ندارن، از درس و تحصیل کناره گرفتن و انگیزه‌ای برای ادامه این مسیر رو هم ندارن. امروزه دانشگاه دولتی هم که قبول بشی خبری از مزایا و کتاب و خوابگاه رایگان و آرامش ذهنی نیست. دانشجویان امروز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن. آن درصد کمی هم که دغدغه نان و پول ندارن، استرس و فشار روانی جامعه و دانشگاه آنها را آرام نمیگذارد. آن درصد جوانان که دغدغه نان دارند و الان بیشترین درصد دانشجوامون رو تشکیل میدهند هم که یا باید در این اوضاع کمبود کار و ناامنی شغلی فکر سیر کردن شکم باشند، یا اگر در حالت خوشبینانه کاری هم داشته باشند کار کردن و درس خواندن همزمان، آن هم با تحمل محیط و جامعه پر از فشار ایران امروز. در سالهای قبل از جنگ ایران و عراق پس از آن روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در سن 18 سالگی یا کمتر از آن حتی با پیشنهادات مختلف کاری روبرو بودند. به راحتی در بهترین شغل‌ها استخدام می‌شدند و حقوق‌های خوبی دریافت می‌کردند. امنیت شغلی یکی از مهم‌ترین مواردیه که تفاوت امروز و دیروزش بسیار مشهود است. اگر از پدر مادرهایمون سوال بکنیم، آنها که جوانان آن سالها محسوب می شدند، رنگی از بیکاری و ناامنی شغلی، دشواری تحصیلی در ایران و حتی دشواری تحصیل در خارج از کشور را به چشم ندیدند. بشنویم از چگونگی یکی از نمونه های خوابگاه های دانشجویی در سال 40 تا 55. خوابگاه کارگر شمالی، معروف به امیرآباد شمالی، که شبیه شهرکی با تمام امکانات رفاهی از جمله فضای سبز بسیار زیبا با متراژ بسیار زیاد، سینما، زورخانه، رستوران و سالن تئاتر، همچنین سالن‌های ورزشی مختلف دیگر، همچنین سالن‌های ورزشی مختلف، چندین فروشگاه و سوپرمارکت در این خوابگاه دانشجویی وجود داشت که به غیر از رستوران، سوپرمارکت و فروشگاه‌ها که آنها هم با کوپن یا نیمبه‌ها بودند، باقی امکانات به طور کاملا رایگان در اختیار دانشجویان قرار می‌گرفت. جدا از تمام این امکانات، دانشجویان که عضو یکی از حساس‌ترین قشر جامعه محسوب می‌شوند، جدا از مشکلات سیاسی که در آن دوران به وجود آمد،
در فضای خالی از استرس و یا با نظام آموزشی برنامه‌ریزی شده تحصیل کردم. فشارهای روانی بیشترین تأثیر را بر روی جوانان و دانشجویان می‌گذارد و حکومت باید برای آرامش جوانان کشور خود زیربنای قوی را در نظر داشته باشد. در سالهای 57 تا 64 نیز بسیاری از این برنامه ریزی های رژیم پهلوی بر جای خود باقی ماند. اما رفته رفته این مزایا برای دانشجویان کمتر و آنها بیشتر درگیر مسائل و مشکلات بزرگتری برای ادامه تحصیل و زندگی خود شدند. حقوقها در سال 1365 لغو، دانشگاه های آزاد و غیر انتفاعی بیشتر، بسیاری از خوابگاه ها با امکانات رفاهی ناچیز و خوابگاه های بسته و آپارتمانی جایگزین شدند. به عنوان مثال خوابگاه دانشجوی دانشگاه علامه که بزرگترین دانشگاه علوم انسانی محسوب می شود در یک اتاق 10 الی 12 نفر جای می گیرند. اگر از دانشجویان بپرسید وضعیت داخل خوابگاه از لحاظ بهداشتی و رسیدگی که زیر صفر رسیده، ساختمان‌ها قدیمی و ناامن هستند و مسئولین حتی به این فکر نمی‌کنند که این ساختمان‌ها پس از گذشت 50 خورده سال نیاز به بازسازی دارند. در حال حاضر امید و آینده برای تمام جامعه مشابه سراب‌هایی در دوردست هستند. اگر این موضوع را برای قشر جوان و دانشجو، البته به شرطی که واقعا دنبال دانش یا مراتب دیگری از علم در دانشگاه باشند، در نظر بگیریم، اوضاع به مراتب وخیم‌تر است. قشری که جزو آسیب پذیرترین اقشار به حساب می رود و از تمامی جهات درگیر نگرانی های شخصی خود و سایر عوامل اطراف است. دوران دانشجویی می تواند یکی از بهترین دوران زندگی در جهت افزایش درک انسان از خود و رشد شخصیت باشد. و صد البته این سازندگی در صورتی میسر می شود که دانشجو نگران 1001 مسئله اساسی و جزئی نباشد. متاسفانه روزگار بر وفق مراد اکثریت مردم و به خصوص دانشجوها پیش نمی رود. هر روز آمار افراد تحصیل کرده و در شرف پایان تحصیل در کشور رو به افزایش است. برنامه ریزی ها و تدوین اسناد ارگان های مسئول حکایت از افزایش تعداد و ظرفیت دانشگاه های دولتی و غیر دولتی و افزایش تعداد دانشجویان دارد. این در حالی است که دانشجویان پس از اتمام دوره دانش آموختگی و حتی در حین تحصیل با مشکلات مادی مختلفی دست و پنجه نرم می کنند. در حالی که درآمد حدود 60% خانوارهای ایرانی برای تأمین هزینه‌های تحصیلی و رفاهی فرزندانشان کافی نیست، دانشجویان فرهیخته ایرانی برای تأمین نیازهای اساسی از قبیل فراهم آوردن کتب و منابع درسی و تأمین نیازهای اولیه زندگی با کمبود درآمد مواجه هستند. این موارد زمانی تشدید می شود که دانشجویان در شهری دور از محل سکونت و تولد خود به تحصیل مشغول هستند. گویا تنها مسئله‌ای که رسیدگی به آن از اهمیت خاصی برخوردار نیست، توجه به نیازهای مادی دانشجویان است. یکی از بزرگترین مشکلات جوانان و دانشجویان نداشتن امنیت شغلی است. جوانانی که سالها با هر زحمتی درس می خوانند و فارغ التحصیل می شوند، راهی برای کسب درآمد پیدا نمی کنند. بسیاری از نخبگان و دانشجویان دکترای کشور به شغل‌های نامربوط به رشته تحصیلی با درآمدهای کم روی می آورند. بسیاری نیز پس از اعتراض به وضعیت موجود با حجم سنگینی از خفقان و سرکوب مواجه می شوند. آنهایی که بازداشت می شوند، در زندان‌ها کشته می شوند یا دست به خودکشی می زنند. در آخر این هم بگم که قصدم از این صحبت‌ها بازگو کردن معایب امروز و حسنات دیروز نبود. همیشه هیچ برنامه‌ای برای یک ملت بی‌نقص نیست، اما چیزی که مهمه اهمیت دادن یک رژیم به مردمش است و نگاهی که برای جوانان و آینده سازان اون کشور داره. این موضوع خیلی بحث برانگیزه که به علت ضیق وقت همینجا اون رو به اتمام میرسونم. سپاس از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. سپاس از شما جناب آقای حاتمی. از دوستان و همکاران گرامی
اگر مایل به صحبت در باب سخنرانی جناب حاتمی هستیم خوشحال میشیم مشارکت شما رو داشته باشیم. خانم بیژندی، ما در اختیار شماست، بفرمایید. آقای افشارزاده ممکنه یه بار دیگه صحبت کنیم؟ من فکر می‌کنم صدای شما خیلی یا ضعیف شده بود یا جانم خانم بیژندی. بله بله الان اوکی، من صدای شما رو اصلا نمی‌شنیدم آقای افشارزاده. ممنونم از شما، مرسی که این فرصت رو دادین و تشکر می‌کنم از آقای حاتمی بابت سخنرانی خوبشون. من حالا یه نکته ای رو اگر از دست دادم عذرخواهی میکنم، تکراری باشه، اما اگر که گفته نشده و خواستم به صحبتاتون اضافه کنم، اونم مسئله مهمیه که الان ما باهاش مواجه هستیم. در گذشته حالا هم میدونیم هم شنیدیم که حالا بسیاری از دانشمندا یا دکترای خیلی موفق و متخصص کشور ما همون دانشجوهایی بودن که در زمان پهلوی به خارج از کشور رفتن، تحصیل کردن و برگشتن توی کشور خودشون خدمت کردن. شاید عمده حرکتی که این افراد میکردن به خاطر برگشتنشون به کشور و خدمتشون به مردم کشورشون بود. اما متاسفانه الان اون چیزی که داریم میبینیم اینه که اکثر دانشجوها و نخبه‌های کشور ما از کشور دارن میرن و رفتن و برگشتی هم درش نیست، یعنی نمیخوان که برگردن و در واقع میتونم بگم اون نمیشه بگیم اون عرق ملیشون از بین رفته، نه، ولی چون میدونن آینده‌ای ندارن توی کشورشون و تمام اون زحمتایی که کشیدن و درس خوندن اینجا در کشور ایران در واقع هیچ نتیجه‌ای نداره، بر نمیگردن. خیلی مهمی بود که دلم خواست بهش اشاره کنم و بگم که چقدر الان نخبه‌های کشور ما از کشور دارن خارج میشن، که حالا الان دولت جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه که برای چه عملایی، برای قلب یا برای چه بیماریهایی نیاز دارن که متخصص از خارج از کشور وارد کنن. مرسی، ممنون که این فرصت رو به من دادید. سپاسگزارم از شما خانم بیژندی گرامی. خب سراغ سخنران آخر میریم، جناب آقای حمیدرضا تقی‌زاده با موضوع مروری بر جنبش دانشجو. جناب آقای تقی‌زاده مایک در اختیار شماست، بفرمایید. عرض ادب و احترام خدمت همه همکاران محترم. قبل از اینکه سخنرانیمو شروع کنم میخواستم عرض تسلیت بگم به همه ایرانی‌ها بابت اتفاقی که برای ژینا امینی افتاد و امیدوارم که خون امثال ژینا امینی پایمال نشه. عرض کنم خدمتتون که مروری میکنیم بر تحولات دانشجویی در ایران. جنبش های معطوف به آزادی و دموکراسی در ایران دهه هاست که وجود دارند و جنبش دانشجویی خصوصا از زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بخش قابل ملاحظه ای از آنها بود. جنبش دانشجویی که در دهه 80 یکی از قدرتمندترین گروه‌های اجتماعی سیاسی در ایران بود، در سال‌های اخیر به شدت سرکوب و محدود شده و توانی برای به راه انداختن موج اعتراضات ندارد. اما آنچه از این جنبش باقی مانده با گام گذاشتن در مسیر خواسته‌های صنفی و معیشتی بیشتر از قبل مردم عادی و مطالبات آنها نزدیک شده. اولین ردپاهای جنبش دانشجویی را می‌توان از زمان تأسیس مدارس عالی جدید در دوران ناصرالدین شاه قاجار دنبال کرد. دانشجویان مدارس عالی دارالفنون سیاسی و فلاحت در تحصنهای دوران مشروط مشارکت داشتند و با مقاله نویسی و سخنرانی در کنار مشروط خواهان بودند. با تأسیس دانشگاه‌های مدرن در دوران رضاشاه پهلوی انتظار می‌رفت که فعالیت‌های سیاسی اجتماعی دانشجویان نیز بیشتر و آشکارتر شود. دوران اوج فعالیت‌های دانشجویی به سال‌های پس از سقوط رضاخان و شکل‌گیری حزب توده برمی‌گردد. در آن دوره اتحادیه دانشجویی که از سوی این حزب چپگرا راه اندازی شده بود، دانشجویان زیادی را در سراسر کشور جذب سیاست کرد. مهدی فتح‌پور از فعالان دانشجویی دهه 40 میگوید دانشگاه در دهه های 20 و 30 یکی از پایگاه های مهم نیروهای اپوزیسیون بود. مبارزات دانشجویی در آن سالها تحت رهبری جبهه ملی و به ویژه حزب توده قرار داشت. تمامی فعالان دانشجویی به این احساب و به خصوص به سازمان جوانان حزب توده تمایل داشتند.
و در ارتباط مستقیم با سیاستمداران خارج از دانشگاه. دهه اول انقلاب قلقم دانشگاه. جنبش دانشجویی که نقش مهمی در پیروزی انقلاب 57 داشت، پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران از سوی حاکمان جدید نیز تحمل نشد. در سال 1359 پس از نطق روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت انقلابی شدن دانشگاه‌ها، سرکوب حرکت‌های دانشجویی شدت گرفت. سرانجام تابستان 1359 با صدور دستور انقلاب فرهنگی از سوی خمینی دانشگاه‌های سراسر کشور تعطیل شدند. سه سال بعد دانشگاه‌ها پس از اخراج هزاران دانشجو و صدها تن از استادان دانشگاه بازگشایی شدند. در سالهای بعد نیز با قوانین سفت و سخت گزینش بسیاری از جوانان از ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل محروم شدند. در دهه 60 بسیاری از دانشجویان که به علت فقدان فضای فعالیت در دانشگاه به گروه‌ها و احزاب سیاسی پیوسته بودند، بازداشت و اعدام و یا مجبور به ترک کشور و زندگی و فعالیت در تبعید شدند. در داخل دانشگاه نیز فقط گروه‌هایی همچون انجمن‌های اسلامی، جهاد دانشگاهی که حمایت حکومت را به همراه داشتن، اجازه فعالیت در چارچوب‌های محدود از پیش تعیین شده و سازگار سیاست‌های رسمی را داشتن. دوران اصلاحات، شور دانشجویان و هراس حکومت. در اواسط دهه 70 به ویژه پس از روی کار آمدن محمد خاتمی و دولت موسوم به اصلاحات، جنبش مستقل دانشجویی بار دیگر مجالی برای فعالیت پیدا کرد. صدای بلند دانشجویان این بار هم تحمل نشد. اعتراضات دانشجویی 18 تیر ماه 1378 به عنوان اولین اعتراضات گسترده خیابونی در پایتخت پس از اعتراضات خرداد 1360 به سرعت به خاک‌وخون کشیده شد. نیروهای امنیتی با حمله به دانشجویانی که به بسته شدن روزنامه سلام معترض بودند، خوابگاه‌های کوی دانشگاه را ویران و دانشجویان را به شدت ضرب و جرح کرد. صدها تن بازداشت و زخمی شدند. دست کم یک نفر عزت الله ابراهیم نژاد کشته و یک نفر دیگر سعید زینالی پس از بازداشت ناپدید شدند. فعالیت‌های دانشجویی در این دوره حول محور انجمن‌های اسلامی سازماندهی می‌شد. اما انجمن‌های اسلامی دیگر آن انجمن‌های دهه 60 و حتی اوایل دهه 70 نبودند. دفتر تحکیم وحدت به عنوان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های سراسر کشور بیش از پیش از حکومت فاصله گرفته و نقش مهمی در پیشبرد اصلاحات داشت. از سوی دیگر بسیاری از فعالان دانشجویی لیبرال، ملی، مذهبی و چپ که اجازه تأسیس گروه‌های مستقل دانشجویی نداشتند، به فعالیت در انجمن‌های اسلامی روی آورد. حضور این دسته از دانشجویان که حتی با دولت اصلاحات نیز مرزبندی‌های مشخص داشتند، فضای دفتر تحکیم وحدت را تغییر داد. در چنین شرایطی بود که گروهی از اعضای این اتحادیه دانشجویی که با عنوان طیف علامه از آنها یاد می شد، با اعتقاد به بن‌بست اصلاحات در برابر آن بخش از دفتر تحکیم قرار گرفتند که همچنان از اصلاحات و دولت اصلاح طلب خاتمی حمایت می کرد و طیف شیراز شهرت داشت. شوراهای صنفی دانشجویان که از سال 1177 آغاز به کار کرده بودند، یکی دیگر از نهادهای دانشجویی بودند که در آن دوران فعال بودند. اما چنانچه مهدیه گلرو، نایب دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی میگوید، این شورای صنفی در سایه قرار داشتند. در دهه 80 تسلط گفتمان کلان سیاسی خواسته های صنفی را تحت تاثیر خود قرار میداد و دانشجویان آن را نیز در همان چارچوب های سیاسی تعریف میکرد. در هر دانشگاهی اگر انجمن اسلامی قدرت داشت، شورای صنفی حتی برای خواسته های صنفی مثل پایین بودن کیفیت غذا هم با انجمن اسلامی هماهنگ می‌کردند و مطالبات صنفی زیر سایه سیاسی. نحوه برخورد حکومت با مطالبات صنفی دانشجویان نیز نقش بسزایی در سیاسی تر شدن این حرکت ها داشت. حمله خشونتبار نیروهای لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران و خوابگاه ترشت دانشگاه علامه طباطبایی در خرداد 1382 یکی از این نمونه هاست. تجمع دانشجویی که 20 خرداد ماه در اعتراض به خصوصی سازی دانشگاه ها شکل گرفته بود، با حمله نیروهای لباس شخصی به سرعت به خشونت کشیده شد. لباس شخصی ها با قمه و زنجیر و چماق به خوابگاه های دانشجویان هجوم می بردن و ویرانی هایی از وقایع 18 تیر کوی دانشگاه نداشت. کم از ویرانی هایی از
ویرانی‌های کم از بقایای 18 تیر کوی دانشگاه نداشت. بنا به آنچه رسانه‌ها گزارش دادند و دانشجویان روایت کردند، نیروی انتظامی به رغم حضور در محل، نقش چندانی در مقابله با حملات به دانشجویان نداشت. نه تنها شماری از دانشجویان مجروح شدند و خوابگاه‌هایشان به شدت آسیب دید، بلکه تعداد زیادی از آنان بازداشت شدند. در چنین شرایطی دامنه اعتراضات به دانشگاه‌های شهرهای نظیر مشهد، اهواز، اصفهان و شیراز نیز کشیده شد و به عرصه‌ای برای اعتراض به وضعیت کلان سیاسی کشور تبدیل شد. به گفته کاوه عباسیان، دانشجویان چپگرای عضو گروه دانشجویان آزادی‌خواه و برابری طلب، این اعتراضات موجب عبور جنبش دانشجویی از اصلاح طلبان درون حکومت و رادیکال شدن بسیاری از اعضای دفتر تحکیم و انجمن‌های اسلامی شد. تشکل دوباره دانشجویان چپ. دور تازه فعالیت‌های دانشجویان چپگرا یکی از نقاط عطف جنبش دانشجویی در آن سال‌ها بود. کاوه عباسیان که دانشجوی ورودی سال 1381 در رشته سینما در دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر تهران بود، می‌گوید در دهه 80 به غیر از گروه‌های همچون بسیج دانشجویی و انجمن‌های اسلامی به هیچ گروه دانشجویی دیگری اجازه فعالیت رسمی داده نمی‌شد. دانشجویان چپ هم در قالب چنین گروه‌هایی نمی‌گنجیدند. به همین علت شماری از آنها حول نشریات دانشجویی چپ جمع شدند، نشریاتی که از سال 1382 به بعد کم کم در دانشگاه‌ها و شهرهای مختلف شروع به کار کردند. تشکیل جلسات مطالعاتی و برگزاری جلسات سخنرانی در دانشگاه‌ها از دیگر راهکارهای دانشجویان چپ برای سازماندهی خود، سازماندهی که نتیجه‌اش حضور علنی و آشکار آنها در صحنه فعالیت‌های دانشجویی. در پاییز 1383 حلقه مشترکی به نام روستا در بین حدود 10 نشریه چپگرایی که در دانشگاه تهران منتشر می‌شدند شکل گرفت. عمر این حلقه فکری طولانی نبود و در پی اختلاف نظرها از هم پاشیده شد، اما فعالیت عملی دانشجویان چپ در دانشگاه‌های مختلف از کردستان و مشهد و اصفهان گرفته تا مازندران و استان‌های دیگر گسترده شده بود و ارتباطات گسترده ای نیز با فعالان کارگری داشتند. خرداد 1385 بود که اولین جرقه های تشکیل گروهی مشخص با ایده های چپگرا در بین گروهی از دانشجویان شکل گرفت. اخراج برخی اساتید دگراندیش دانشگاه و خصوصی سازی دانشگاه ها به دور جدیدی از اعتراضات دانشجویی انجامید. در پی سرکوب خشونت بار این اعتراضات، گروهی از دانشجویان چپگرای رادیکال که در سالهای پیش حول نشریات دانشجویشان جمع می شدن تصمیم گرفتن که تحت نام دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه های تهران واکنش نشون دهند. این دانشجویان با انتشار بیانیه‌ای با عنوان دانشگاه پادگان نیست اعتراض خود را نسبت به دخالت های حکومت در دانشگاه اعلام کردند. این گروه دانشجویی که همچون چتری برای فعالیت هماهنگ دانشجویان چپ بود به سرعت در دانشگاه‌های دیگر شهرها نیز گسترش یافت و بیانیه روز دانشجویی سال 1385 را با عنوان دانشجویان آزادی‌خواه و برابری طلب دانشگاه‌های ایران منتشر کرد. تجمع روز دانشجویی آن سال در مقابل دانشگاه تهران به دعوت طیف علامه تحکیم وحدت و دانشجویان آزادی‌خواه و برابری طلب برگزار شده بود و به عبارتی برنامه مشترک از سوی همه گروه‌های دانشجویی و دانشجویان چپ نیز با شعارهایی با مضامین چپگرا در پلاکاردهای سرخ رنگ حضوری پررنگ و چشمگیر داشتند. تغییر سیستماتیک بافت دانشگاه‌ها مانعی برای حرکت دانشجویی است. با وجود این جنبش دانشجویی سال‌های اخیر هنوز با روزهای اوج خود در دهه 80 فاصله چشمگیری دارد. تغییر سیستماتیک بافت اجتماعی دانشگاه‌ها را یکی از دلایل این وضعیت می‌توان گفت. و نهادهای امنیتی سعی کردند تا حد امکان از حلقه‌ها و نقاط متمرکز دانشگاه سیاست زدایی کنند. برای مثال جمعیتی که در خوابگاه کوی دانشگاه تهران زندگی می‌کند خیلی کمتر شده. بیشتر دانشجویان فوق لیسانس به بالا را به کوی دانشگاه می‌فرستند و دانشجویان لیسانس در خوابگاه‌های مختلف در جاهای مختلف در سطح شهر پراکنده شدند. و اما دهه 90، این دهه زمانی است که دانشجویان دچار تغییرات ذاتی شدند. کسانی که وارد دانشگاه میشوند بیشتر نوجوان هستند تا جوان. آنها در زندگی چندان مسئولیت قبول نکردند و ارتباطات اجتماعی آنان کم بوده است و به جای آنکه در کوچه و خیابان باشند بیشتر پای رسانه بزرگ شدند.
آنها در معرض انبوهی از اطلاعات هستند و تمرکز کمی دارند و برایشان ظواهر مهم است. طبیعی است کار عمیق و پیگیر مقداری سخت می شود. علاوه بر آن که دو دانشگاه اصلی یعنی دانشگاه صنعتی و دانشگاه اصفهان تا حد زیادی دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرفتند که همین نیز از شور سابق می کاهد و با غلبه نگاه مادی کارهای زود بازده هم رونق بیشتری گرفته و از طرف دیگر با بدعمل کردن مسئولین و دولت فعلی نوعی بیمیلی و بیتوجهی هم به امر حکومت وجود دارد. در این سالها اتفاقات بیشتر در گوشی ها رخ می داد تا در فضای فیزیکی و نوعی از سردی در جنبش دانشجویی مشهود است. تاریخچه جنبش دانشجویی در ایران نشان می ده که این جنبش همواره در عرصه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و صنفی فعال بوده و مخالف هر گونه محدودیت در آزادی بیان، قلم، تشکل و استثمار کارگران و سرکوب های اجتماعی است. جنبش دانشجویی در این راه جان باخته زندانی محرومیت های تحصیلی و اجتماعی کم نداشته و آگاهانه بهای گرانی پرداخت کرده. سخنرانی من تموم شد. ممنونم از زمانی که در اختیارم گذاشتی. در خدمتتون هستم. سپاسگزارم از شما بابت مطالبی که ارائه فرمودید. از دوستان و همکاران گرامی، اگر مایل به صحبت هستید بتونیم مایک رو در اختیار شما قرار بدیم. سپاس از شما جناب آقای تقی‌زاده. به قسمت آخر جلسه بحث آزاد میرسیم با موضوع حق امنیت تحصیل و میخواییم حالا به موضوع دانشجویان بپردازیم. از دوستان و همکاران گرامیم دعوت میکنم حتما در بحث آزاد مشارکت داشته باشیم که بتونیم به تبادل نظر و ایده‌ای رو داشته باشیم. در اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اومده که دولت موظفه آموزش و پرورش رایگان رو برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کنه و وسایل و تحصیلات عالی را در سرحد خودکفای کشور به صورت رایگان گسترش بده. اصلی که به طور کامل اجرا نمیشه. هر سال بسیاری از دانشجویان به بهانه‌های مختلف مثل فعالیت‌های سیاسی یا اعتقاداتشون از تحصیل محروم میشن. هیئت وزیران یک لایحه به قانون سنجش و پذیرش دانشجو الحاق کرده و بر اساس این لایحه حق آموزش جز حقوق اساسی افراده و هیچ کس رو نمیتونیم به عذر غیر از عدم صلاحیت علمی در اون آموزش ما اون رو محروم کنیم. با این حال استثنایی در این لایحه اومده که بسیاری از فعالان جامعه مدنی رو ناامید کرد. بر اساس اصلاحیه دو هیئت دولت، افراد دارای سابقه محکومیت کیفری به جرائم سازمان یافته، قاچاق انسان یا جاسوسی، حالا اینا که حالا کنار مستثنا هستن، در طول 4 دهه گذشته میبینیم که پیروان آیین بهایی در ایران با سرکوب‌های بسیار زیادی روبرو بودن و به جز احضارها و بازداشت‌های مکرر از تحصیل اونها هم در دانشگاه هم ممانعت شده. آخرین باری که در این باره صحبت کردن مقام رسمی سال 92 بود که حسن روحانی در انتخابات، در اون رقابت انتخاباتیش میگه که ما اون دانشجویان محروم از تحصیل رو به دانشگاه برمیگردونیم، ما اون فضای امنیتی رو برمیداریم و با این همه گروه های مختلف دانشجویی در سالهای اخیر بارها بابت امنیتی ماندن فضای دانشگاه از تحصیل محروم شدن و دیگه نتونستن اون حق رو داشته باشن. خب ما درباره قانون اساسی صحبت کردیم، گفتم حالا حق تحصیل یه حق بنیادینه که حالا شورای عالی انقلاب فرهنگی هم این حق رو یک حق مشروع دونسته، ولی آیا این حق حالا خانواده هایی که حالا پیروان سایر ادیان هستن، آیا اونا از این حق به طور کامل آگاهی دارن
آیا به اون دست پیدا میکنن؟ ببینید ما یه حق داریم، ما هم درباره حق آموزش و آموزش و حق تأسیس صحبت. به حق آموزش هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اشاره شده. حالا ماده 13 میثاقنامه از حق امکان دسترسی عمومی به آموزش عالی گفته و کنوانسیون رفع تبعیض در امر آموزش که این کنوانسیون در مجلس ایران هم تصویب شده، البته هر گونه تبعیضی در این باره رو منع کرده و تبعیض رو شامل هر گونه وجه تمایز خاص، محرومیت، تهدید و یا ترجیح دونسته که حالا بر چه مبناییه؟ نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر گونه عقیده دیگه. طبق ماده 9 قانون مدنی، رعایت این موارد و تأمین حق بنیادی آموزش برای عموم شهروندان اون تعهدیه که دولت این تعهد رو قبول کرده و وقتی که قبول کنه خب اتوماتیکوار الزام آوره. بنابراین دولت موظفه که به تأمین حق دسترسی عموم به آموزش و تحصیل برای دانش آموزان و دانشجویان توجه کنه و این رو به دست بیاره و بذاره دانشجویان با هر دین، آیین یا رنگ و نژاد هستین از حق آموزش در دانشگاه بهره‌مند بشن. دوستان و همکاران گرامی، اگر مایل به صحبت هستید خوشحال میشیم در بحث آزادان مشارکت داشته باشید. خانم بیژنده گرامی، ما در اختیار شماست، بفرمایید. ممنونم جناب آقای افشارزاده. من حالا این صحبتی که شما کردین برای من خودم این سوال به وجود اومد. الان این حقی که شما میفرمایید، شما واقعا فکر کنید که همین جامعه بهایی کشورمون، حالا سراغ بقیه پیروان ادیان نمیریم اصلا، آیا اینا نمیدونن این حقو دارن برای تحصیلشون و واقعا این که در قانون بدونن حالا الزام آور هم هست برای دولت جمهوری اسلامی، ولی واقعا فکر کنید چه کاری از دستشون برمیاد؟ آیا کاری میتونن بکنن؟ من این برام واقعا سواله، با توجه به اینکه سالیان ساله که این اتفاق داره حداقل برای همین جامعه بهای ما میفته و هر سال تعداد خیلی زیادی از دانشجوها دارن حذف میشن بعد از قبولی، حالا به دلایلی که مینویسن، اما این نکته همینطور مونده و با وجودی که میدونن الان حقشون هست که تحصیل کنن کاری نمیتونن انجام بدن. ممنون از شما، سپاسگزارم خانم بیژندی. ما صحبت های آقای احمدی خوارم گوش میکنیم و بعد من با شما صحبت میکنم. آقای احمدی خوار بفرمایید، ما در اختیار شماست. روز همگی بخیر. ببینید درباره این بحثتون دو تا نکته است که همیشه تو قوانین ایران هست. یکی که میگم مخالف شرع اسلام نباشه، یعنی یه راه فراری واسه هر قانونی میذارن که الزام اون قانون رو بستگی داره که چی صلاح بوده. من خواستم میارم میگم مخالف شرع. خب یه راه بازیه برای تفسیر که هیچ تعریف خاصی هم نشد. که یه جا مثلا شاید یه چیز خیلی کوچیکی هم میگم مخالف شرع، اصلا شاید تو کتاب و احادیث هم نباشه از خودشون دارن. یه اینکه از اون برم یه راه دیگه هم باز میذارن که فراتر از شرعه، یعنی میگن حفظ نظام از اوج واجبات. یعنی ما میتونیم نماز و روزمون هم که واجبه در همون کتاب و احادیثی که قوانین و اوجش میتونن نقض بکنن، همون کتاب شریعت رو میتونن نقض بکنن. یعنی میگن ما چون که امنیت ملیمونه و حفظ نظامونه، همون ها معنی نداره. خاطر همین اصلا معنی نداره که یعنی ما بیایم استناد کنیم به قوانین جمهوری اسلامی. تا اونجایی که بشه میکنن شهر نشد، خود شهرم با حفظ نظامشون توجیه با تمیم نمیشه زیاد به نظر من به قوانین اشاره کرد، بگیم مثلا طبق قانون فلان، مثلا جاش انقدر بازه و تفسیرش انقدر بازه نمیشه. و حالا اینا مادم مثلا اومدن گفتن 500 دینم بیشتر نمیتونم مثلا موجودیت داشته شم، واقعی معنی نداره. این که اصلا صراحتا گفتن، ولی قراره به قوانین خودشون هم بگیم که دین و تفکرات مهم نیست، خب اون چاشو گوشن که سیدی نقضش کنن. خب این هم مثلا باش اصول اخلاقی
قابل مقیاس نیست. متشکرم. سپاس از شما. جناب آقای منیری، ما در اختیار شماست، بفرمایید. ممنون بابت وقتی که بنده دادید. اول از همه سلام عرض می‌کنم خدمت همه همکاران. من اتفاقا در ادامه صحبت آقای احمدی خواه داشتم آیین نامه کمیته انضباطی دانشگاه‌ها رو بررسی می‌کردم. دقیقا مهر تاییدی بود به صحبت های آقای احمدی خواه. یکی از مواردی که جز تخلفات دانشجویی محسوب می‌شد خیلی جالب بود. حالا یه سری مواردی بود که حالا به هر حال کاملا منطقی بود توی بخش انواع تخلفات و جرایم مربوط به دانشجویان. یکی از عباراتش اینه که اجازه بدید پیداش بکنم، خیلی جالب بود. رسیدگی به تخلفات سیاسی، این توی آیین‌نامه انضباطی آیین‌نامه کمیته انضباطی دانشگاه هست. رسیدگی به تخلفات سیاسی، اما خب این دقیقا همون جاییه که دست دانشگاه و مسئولین رو کامل باز میذاره، کاملا سلیقه‌ای بخوان با دانشجویان برخورد بکنن. حالا من یه مقدار دارم از صحبتی که خانم بیرجندی در واقع شروع کردن، بحث بهائیان که اتفاقا متاسفانه همونجوری که خانم، من فقط یه پرانتز باز بکنم، یه صحبت خانم بیرجندی واقعا هیچ کاری نمیشه کرد. یعنی دقیقا همونطوری که فرمودید همه میدونن، اما خب اونا کار خودشونو میکنن. اما بیایم در ادامه صحبت آقای احمدی خواه که فرمودن دقیقا قوانین به نحوی که به هر حال اینا میتونن یه استفاده ای ازش بکنن، همین بحث رسیدگی به تخلفات سیاسی دقیقا جز همون قوانینه، این دستشون رو باز میذاره. یکی دیگه از موارد رو هم عرض بکنم، این دوتا مورد اتفاقا پشت سر هم که دقیقا بیشتر فعالین مدنی رو در واقع پوشش میگیره. یکی رسیدگی به تخلفات سیاسی و بعدی هم توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی. این دو مورد چیزایی هست که معمولا دانشجویان ستاره دار رو شامل میشه و بر اساس همین دو مورد معمولا متاسفانه دانشجویان رو مورد بازخواست قرار میدن. مرسی بابت وقت. سپاس از شما. خب من به مورد خانم بیژندی سوالی پرسیده بودم. خانم بیژندی گرامی، این که محروم میکنن که این درسته، مثلا اون ما مقاله آقای اسماعیل پور رو بخونیم که مثلا شهروندان بهائی رو شناسایی میکنن و اجازه نمیدن به دانشگاه برن. باید بگیم که حدود نزدیک 33-34 سال پیش این اتفاق خب میافتاد، تازه نیافتاده. درست خامنه ای فتواشو داد و سخت گرفتن، ولی محرومیت و محدودیت برای شهروندان بهایی وجود داشت. برای همین اومدن دانشگاه خودشون، یعنی مؤسسه علمی آزاد بهایان را راه اندازی کردن. اگه اشتباه نکنم یا بهی بود یا به، اون چیزش اگه یادم باشه درست. و فقط مشکلشون اینجا بود که وقتی این مؤسسه آزاد علمی آزاد راه افتاد، اومدن و مثلا مسلمان ها هم ثبت نام کردن و تا الان فکر کنم حدود 30 ساله، یعنی یه سال و نیم که راه افتاد، بعدش همه رو گرفتن، مسئولین و مؤسسان رو گرفتن و هنوز هم در زندان هستن. یعنی تونستن مؤسسه علمی خودشون راه بندازن، ولی شاید نمیدونم تصمیم شاید اشتباه استراتژیک بود که مثلا سایر ادیان مثل مسلمان هم ثبت نام کردن و این باعث شد که هنوز هم این افراد در زندان هستن. مثلا یکیشون آقای فرهاد ثابتانه، یکی از این مؤسسین بود. ولی خب این که محرومن در دانشگاه ایران، بله، همین در سال گذشته، کنکور سال گذشته 17 مورد فقط در یک رشته داشتیم که ثبت نامشون میکنن، پول اینا رو ازشون میگیرن، قبول که میشن نمیذارن برن دانشگاه. بله متاسفانه این اتفاق میفتن. و خیلی جالبه که اشاره کنم به مصاحبه محمد جواد ظریف در دوره آخری که بودن و میگفت که بهایی بودن در ایران جرم نیست، ما بهایی بودن را به عنوان مذهب به رسمیت نمیشناسیم. این یک عقیده است، مثل کسایی که به خدا باور ندارن، ولی ما آنها را در ایران محدود نمی کنیم.
و کمی نگاه کردن به زندگی بقیان نشون میده که کاری نیست که اینا نکرده باشن با این پیروان. خب حالا میخوام سوال بکنم که شبیه سخنرانی نباشه، حالا دوستان جواب بدن اگه نه خودم صحبت کنم. ببین نتایج کنکور اعلام میشه، بعضیا به بهانه نقض مدرکن یا سایر اجیان. میخوایم بدونیم چه توجیهی و توسط چه نهادی این حذف شدن صورت میگیره؟ از نظر شما چه توجیهی و چه نهادیه که شخصا دخالت میکنه کسانی که حتی قبول شدن وارد دانشگاه نشن؟ خب ببینید در این مورد، خب اول صحبت های جناب احمدی خواه رو بشنویم. آیا احمدی خواه به نظر من نهادی که شما میگه نهاد رهبریه، چون که من خودم دانشگاه تهران بودم خیلی قدرت داشت، یعنی از رئیس دانشگاه راحت میومدن کلاس دکترا رو تعطیل کردن، گفتم بیاین بریم مثلا مراسم عاشوراست، یعنی استاد داشت پرزنت دانشجو رو میدید، کلاس تعطیل میکردم میگم بفرمایید مثلا عزاداریه، و واقعا هم کلاس تعطیل میشه. جالب اینه که مثلا خود معاون دانشگاه داشت مثلا استاد اون کلاس، حالا نمیدونم شاید هم اشتباه باشه. سپاس از شما جناب احمدی خان. اشتباه که نیست، نهاد رهبری نهاد کلیه، ولی خب زیر مجموعه که داره که متاسفانه این تصمیمات رو میگیره شورای عالی انقلاب فرهنگیه، و این مجموعه این تصمیمات رو میگیره برای جلوگیری از ورود این افراد به دانشگاه. حالا یه سری شرایط هم داره، حالا بجز شرایط علمی که نگاه میکنه به این مسائل که در تعارض با نگاه قانون اساسی به حق تحصیله، یعنی این تصمیمی که میگیرن کاملا در تعارض و مخالفه با حق تحصیل در نظام خودم در قانون اساسی، چون طبق اصل 14 19 20 قانون اساسی همه مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارن، و این دقیقا تو پرانتز هم نوشته مسلمان و غیر مسلمان، و این باید رعایت بشه. اما متاسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی این تصمیمات میاد اون بهره‌گیری از حق عام و بنیادین آموزش رو میاد مشروط میکنه به یه سری از شرایط، و جالب اینه که استعلام هم میگیره از وزارت اطلاعات. بعد چند نفر از شورای عالی فرهنگی، چند نفر از وزارت اطلاعات اومدن یه هیئت درست کردن، اسمشو گذاشتن هیئت مرکزی گزینش دانشجو، و در اونجا هست که این حذفیات صورت میگیره و شرایطی که در برخی از این تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته میشه حتی در مقاطع بالاتره، فقط ورود به دانشگاه نیست، تو کارشناسی ارشد، تو دکترا، دوره دستیاری و شرایط عجیب و حتی بعضا بسیار مبهم به وجود میاره. اصلا چرا این اتفاق افتاده؟ و حتی در حریم خصوصی اون فرد هم بسیار جستجو میکنن که بتونن یک آتوی دلیلی قانع کننده برای خودشون پیدا کنن، و دیگه خیلی نتونن کاری بکنن سری میگن عدم احراز ملتزم نسبت به احکام عملی اسلام، انجام واجبات، نمیدونم پرهیز از محرمات، اعتقاد به دین اسلام، نمیدونم عدم احراز نبوده اناد نسبت به نظام و نداشتن سابقه عضویت در ساواک. خیلی جالب، اگه اون فرم هم پیدا کنم براتون بفرستم خیلی جالبه. حتی نوشته نداشتن سابقه عضویت در ساواک و فراماسونری، و دیگه آخریش هم دیگه نوشته عدم احراز فساد اخلاق، حجاب درست نیست، لباس درست نیست، آستین کوتاه پوشید. خانم بیژنی صحبت های شما رو گوش میکنیم. سپاسگزارم جناب افشارزاده که دوباره فرصت دادید به من. من حالا جلسه قبلی کمیته اعیان اتفاقا در مورد همین تحصیل بهائیان سخنرانی داشتم، بعد
این دانشگاهی که شما فرمودید دو طبق تحقیقاتی که انجام داده بودم پیدا کردم. یعنی اول که درود به شرفشون واقعا و به اتحادشون واقعا تبریک داره که بعد از این همه سرکوب و اون ضعفی که به هر حال برای جوانای به سن 18 تا 22 سال که حداقل باید مثلا حالا یک سن تحصیلی هست براشون، تحصیل عالیه هستش، رو از این طریق و با پشتکارشون تونستن حمایت کنن که بتونن در سطح بین الملل دانشگاه بین المللی در واقع ادامه تحصیل برن و مدرک تحصیلشون معتبر باشه. اما مسئله که میخواستم من بگم خدمتون، این شورای عالی فرهنگ انقلاب که به وجود اومد در درجه اول بر پاکسازی دانشگاه بود، دقیقا هدفشون همین بود و مسئله اصلی الان اینه که بیش از نمیدونم 70 یا 40 اگه اشتباه نکنم دانشجو از کشورهای مختلف و ادیان مختلف در ایران تحصیل میکنن. اگر این بخواد از طرف دولت جمهوری اسلامی بخوان ادیان رو مثلا مخصوصا بهائیان رو زیر سوال ببرن و اجازه تحصیل بهشون ندن، خب این همه الان ما دانشجو از خارج از کشور داریم که میان در ایران تحصیل میکنن، چرا این کار، این مسئله قانونی که اینا دارن اینجور پیاده میکنن رو بهائیان در مورد اونا صدق نمیکنه؟ خب اونا به هر حال پیرو ادیان دیگه هستن، حالا شاید درشون مثلا مسیحی یا چیز دیگه، ولی خب ممکنه ادیان دیگه باشه که از نظر همون جمهوری اسلامی مثل بهائیت یه عقیده باشه، اما به هر حال اونا هم کنکور دارن، اونا هم باید تو همون گزینه شرکت کنن و سلسله مراتب. این نکته بود که میخواستم بهش اشاره کنم. و یکی اینم که آخریش موردی بود که اعلام کرده بودن توی فرمای برای کنکور اون قسمت مذهبو حذف کرده بودن، اما دقیقا این کسایی که شرکت میکردن و قبول میشدن تو حالا هر رتبه که بودن، بعد از این اتفاق دوباره براشون اون در واقع مسیجش یا حالا اون پیام این که نقض پرونده است یا یه چیز دیگه بود فراموش کردم، براشون ارسال میشد و اجازه ثبت نام نمیدادن. این دقیقا نشون میده که اون سیستم امنیتی، چون تعداد بهائیان حالا نمیتونیم بگیم خیلی زیاده، در هر صورت بستگانی کسی شاید از قبل هم شناسایی شده باشن، اینا در پرونده هاشون هست، مشخصاتشون در اداره اطلاعات یا حالا هر چیزی، ولی در هر صورت یه نظارت امنیتی هست رو این قضیه که حتی با وجودی که ننوشته بودن مذهبشون رو بازم شناسایی شدن. ممنون که این زمان رو دادید آقای افشارزاده. سپاس از شما خانم بیژندل گرامی. من درباره این که اون نهاد حالا چجوری بودن و چجوری ادغام شدن صحبت کردم، ولی خواستم بگم که سال 76 این اعضا، حالا کسایی که بودن، نمیدونم وزیر فرهنگ بوده، سازمان سنجش بوده، دبیر مرکزی انضباطی دانشجویان بوده و دو نفرم از اعضای سابق هیئت بوده و کاملا مشخص بود که این هیئتی که تصمیم میگیرن که این دانشجو باشه یا نباشه یا ادامه تحصیل بده کاملا در دسترس بود تا سال 76. در سال 77 تصمیمی با عنوان بازنگری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آموزش عالی، اینی که من گفتم عنوان اون چیز اون کمیته است، در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد که در بند اون مسئله اختیار درباره بررسی مواد آیین‌نامه‌های اجرایی داده شده. ولی موضوع اینه که از سال 76 به این ور ما اصلا نمیدونیم چه کسانی در این هیئت قرار گرفتن که دانشجوها رو حذف میکنن. تا سال 76 تمامشون مشخص بوده ولی الان دیگه مشخص نیست. یعنی در واقع اونجوری که حالا تو جلسات کلاب هاوس صحبت میکنن احتمال میدن که کار دست خود وزارتخانه های علوم و بهداشت سپرده شده، یعنی به همین دلیله که دیگه سابقه ای از وضعیت و اعضای این هیئت و هستشون در دسترس عموم نیست. یعنی اینجا احتمالا مسئولیت بر عهده خود وزرای علوم و بهداشته.
و بعد که این افراد هم استعلامی که میخوان بگیرن از برخی نهادها مانند اطلاعات هنوز اون پابرجاست، چون اگه نباشه خب اینا نمیتونن، وزارت اطلاعاته که آمارهای دقیقی داره از افراد و جستجو میکنه و براشون پرونده درست میکنه. پس بنابراین در خصوص مبنای پاسخدهی وزارت اطلاعات به استعلامات هم که برای هموطنان بهایی از وزیر اطلاعات بارها سوال شده و جالبه که در جوابش گفته تمام تصمیمات در شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته میشه و اینکه چه کسانی در این شورا هستن و در این هیئت هستن و تصمیم میگیرن هم از سال 76 تا همین الان که با شما صحبت میکنم مشخص نیست. خب حالا میخوام یه سوال دیگه بپرسم. آیا این کاری که انجام میدن، این محرومیت از تحصیل، از لحاظ حقوقی پذیرفتنی است که نهاد یا مجموعه ای که میتونه فردی رو از داشتن حق طبیعی که در قانون اساسی هم اومده مثل حق تحصیل محروم کنه؟ این چجوری این موضوع قرار اتفاق میفته؟ چجوری این داره الان اتفاق میفته؟ از نظر حقوقی چجوری این پذیرفته است که موضوعی که در قانون اساسی کشور وجود داره یک هیئت میاد و اون رو نقض میکنه؟ جناب آقای منیری، ما در اختیار شماست، میشنم صحبت های شما رو. مرسی بابا تو وقت دوباره. اتفاقا من میخواستم خدمتتون عرض بکنم که دقیقا این بحث نقص پرونده یک بهونه ایه که چون نمیتونن کلا به شکل قانونی بهایان رو محروم از تحصیل بکنن، یه گزینه، یه بهانه واهی آوردن وسط به عنوان نقص پرونده. و اتفاقا از رئیس سازمان سنجش پرسیده بودن که این نقص پرونده یعنی چی؟ حالا نقص پرونده به این نحو بود که شما اگر نقص پرونده داشته باشی اصلا نمیتونی بری برای تعیین، یعنی اسمت برای تعیین رشته اصلا بالا نمیاد اگر این مشکل داشته باشی. بعد از رئیس سازمان سنجش پرسیده بودن، اتفاقا گفته بودن آقا این مورد نقص پرونده چیه؟ که جالب اینجاست نقص پرونده صرفا برای بهایی هست، یعنی این عبارت برای بقیه ظاهرا اصلا به کار برده نشده. هرچی بوده، هر جا این عبارت نقص پرونده بوده مربوط به بهایی ها بوده. بعد حالا جالب اینجاست رئیس سازمان سنجش اتفاقا میگه که حالا این نقص پرونده به این عنوان نیست که به معنی رد صلاحیت عمومی شدن این افراد باشه. میگه این دسته از پذیرفته شدگان فرم صلاحیت عمومی خود را تکمیل نکردن و پس از تکمیل آن و دریافت استعلام میتوان تحصیل خود را شروع کنن و نگرانی از این بابت وجود ندارد. عرض کردم این بحثی که شما دقیقا میفرمایید که بر چه اساسی، بر چه قانونی میتونن این کار را انجام بدن، اینها اصلا دارن از یه مسیر دیگه ای در واقع یک بهانه تراشی میکنن و به هیچ عنوان در واقع بستر قانونی برای این کار وجود نداره در نظر بنده. مرسی بابت وقتی که بنده دادید. سپاس از شما جناب آقای منیری، کاملا این موضوع رو دقیق و واضح شما رو فرمودید. یعنی دقیقا از نظر من اساسا وجود چنین سازوکارهایی با روی حاکم بر قانون اساسی و اون سایر مقرراتی که وجود داره کاملا در تعارضه، خصوصا ترکیب و نحوه انتخاب اعضای هیئتی که میخوان این افراد رو محروم کنن. حتی اون زینف که حق حضور در جلسه هیئت و دفاع خودشون نداره، یعنی ما چطور میتونیم حق بنیادی یک نفر رو برخلاف تمامی مقررات پیش گفته از اون گرفتیم؟ حالا جالبه که حق دفاع بهش نمیدن و جالبه این که اگه به مراجع قضایی هم بخواد بره هیچ اتفاق خاصی نمیفته، چون رسیدگی ها باید علنی باشه. ما باید اون فرد باید بدونه نام و مشخصات اون کسی و اون افرادی که گفتن که آقا تو صلاحیت نداری، تو نمیتونی این کار رو انجام بدی. و نکته مهمتر هم اینه که رعایت اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی ها به چنین پرونده هایی در بسیاری از نهادهای اداری ما نوع رفتار باعث میشه که حق برخورداری از یک رسیدگی عادلانه
از دست بره و متاسفانه حق بنیادینی که مانند این حق تحصیل در یک هیئت نامعلوم و نامشخص بدون رعایت تمام این حقوق هیچ مبنای قانونی و شرعی نداره ولی داره انجام میشه و این خیلی سخته. خانم بیژندی صحبتهای شما رو گوش میکنیم بعد آقای تغیزاده. ممنونم. من دقیقا فهم خواستم همین قسمت رو خیلی کوتاه بخونم که نوشته در سایت سازمان سنجش اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی اولین بند از شرایط عمومی آزمون سراسری بیان شده و کسایی که بهشون در واقع همون رد مردود صلاحیت عمومی میدن دقیقا برمیگرده به این، یعنی بهشون میگن که شما صلاحیت عمومی ندارید به خاطر این بندی که در سازمان سنجش گذاشته شده. خواستم اینو فقط طبق حالا اون مسئله که هست عنوان کنم خدمت. سپاسگزارم از شما خانم بیژندی. جناب آقای تقی‌زاده ماک در اختیار شماست، بفرمایید. عرض ادب دوباره خواستم خدمتون بگم جناب افشارزاده، حالا کسی که دینش متفاوت باشه این که راه پیدا نمی‌کنه به دانشگاه و اینا یه بحثی، منی که توی حالا تجربه شخصی میگم، منی که دین اسلام رو داشتم، حالا ناخواسته از بچگی داشتیم این مذهب رو داشتیم، برای موی بلند سر منو توی درسای وصایای امام و قرآن بارها انداختنم تو دانشگاه، یعنی این واحد رو نذاشتم پاس کنم، از طریقهای دیگه‌ای من تونستم آخرین کار انجام بدم. منی که حالا توی مذهبمون همون شیعه و اسلام بود، یعنی این که دیگه بهاییت نبود، شما به مسلمان هم رحم نمی کن، یعنی به اونا هم رحم نمی کنن، حالا بهاییت که جای خود داره. خواستم بگم خدمت دانشگاه ما هم از اینجور چیزا قطعا همه دیدن، ما هم از اینجور چیزا، از موی بلند و از لباس، و شما حساب کنید حالا دین به چه شکلی. ممنونم از وقتی که بهم دادید. سپاسگزارم از شما آقای تقی‌زاده. بله اون موضوع ما میدونیم، ولی چون مثلا بحث اومد سمت پیروان بهایی ما برای همین، و یعنی ما داریم و هستن، حالا من شخصا که نمیشناسم ولی خب در اخبار میبینیم دانشجوی ستاره داری که به خاطر عقاید سیاسی یا اجتماعی یا فعال حقوق بشری که دارن محروم میشن و حالا جلوی بهشون میگن دانشجوی ستاره دار و از یک حق کاملا طبیعی محروم میشن و متاسفانه این وجود داره و قانونی هم براش نیست، کاملا شخصی تصمیم گرفته میشه. جناب آقای موینی ماک در اختیار شماست، بفرمایید. مرسی بابت وقت دوباره. من حالا اتفاقا بحث یه صحبتی که خانم بیرجندی فرمودن راجع به دینهای رسمی توی ایران که اصل 13 یک بار دقیقا این جمله رو بخونم که یه سری چیزا واقعا جالبه کامل روشن بشه. ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصی و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. این حالا این تنها چیزیه که حالا راجع به ادیان دیگه صحبت شده و در واقع به رسمیت شناخته. رسمیتش به چه نحوه؟ رسمیتش اینه که اینها میتونن مناسک مذهبی خودشون رو به جا بیارن، اما ربطی به این تبعیضات نداره، یعنی اصلا توی خود قانون اساسی هم باز راجع به این تبعیضات به شکل مستقیم صحبت نشده. اما یه جای دیگه اصل 19 قانون اساسی که میگه مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشن از حقوق مساوی برخوردار و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. خب این دوتا رو کنار هم دیگه ببینیم بذاریم میبینیم که خب این موضوع محرومیت از تحصیل بهایان دقیقا همونطوری که خودتون فرمودید آقای افشارزاده، اصلا کلا توی قانون اصلا هیچ دلیلی براش وجود نداره. حتی عرض کردم اون موضوعی هم که خانم بیرجندی فرمودن که اینها با عنوان ادیان رسمی و رسمی کشور شناخته میشن، حالا ادیان رسمی که نه، جز اقلیت‌های رسمی که اجازه مناسک مذهبی دارن، مناسک مذهبیشون رو به جا بیارن، اگر اونها رو بخوایم در نظر بگیریم باز هم این حق رو ندارن که بخوان بهایان رو محروم از تحصیل بکنن با توجه به اصل 19.
مرسی بابت وقت من. سپاسگزارم از شما آقای منیری گرامی. خب پس متوجه شدیم که حق تحصیل چه در قانون اساسی ما چه در بیانیه‌های جهانی حقیه که باید به همه داده بشه، همه خارج از نژاد، رنگ، ملت، هر اعتقاد، گرایش، هر چی که دارن باید از این حق استفاده کنن و از اون بهره مند بشن. و حکومت‌های مثل ایران با توجه که به این حق رو در قانون اساسی خودشون دارن، رسماً جلوی این افراد رو میگیرن و نمیذارن که این افراد تحصیل کنن. و جالب اینه که وقتی که در برای حالا پیروان سایر حتی حالا بهایی رو ما در نظر گرفتیم، جالب اینه که وقتی که این افراد محروم میشن، یک نامه بهشون داده میشه به عنوان حق اعتراض. حق تحصیل یکی از حقوق اصلی در قانون اساسی هست و این محرومیت ها در هیچ قانون مصوب مجلس نیومده و قانونن هیچ نهادی هم نباید حق تحصیل رو سلب کنه. و در اون نامه نوشته باید یک شکایت کیفری مستند به ماده 570 قانون مجازات اسلامی رو بیارید. ولی همه ما خوب میدونیم که این نامه نگاری ها و این شکایت ها هیچ وقت راه به جایی نمیبره و این حکومت هیچ وقت سایر ادیان رو، پیروان ادیان رو به رسمیت نخواهد شناخت و این محرومیت ها و سختگیری ها تا زمانی که این حکومت وجود داره، این سختگیری ها هم وجود داره. از دوستان و همکاران گرامی اگر مایل هستید صحبت های پایانی شما رو بشنویم. جناب آقای منیری، ما در اختیار شماست، بفرمایید. ممنون. من اتفاقا حالا بحث امنیت تحصیلی بود، من دوست داشتم یه اشاره هم داشته باشم به بحث سنوات تحصیلی توی دانشگاه ها، که حالا با زمانی که من دانشجو بودم سنوات 12 ترم بود برای کارشناسی و بعد کردنش 10 سال و الان هم کردنش 8 سال. حالا به چه نحوی اینا پیش میرن؟ در واقع شما 8 ترم برای کارشناسی پیوسته، حالا من بیشتر به عنوان مثال عرض میکنم، شما 8 ترم تشریف میبرید دانشگاه، اگر توی 8 ترم تموم نشد که مخصوصا برای رشته‌های مهندسی، رشته‌های سخت‌تر، این احتمال خیلی بیشتره که شما 8 ترم تموم نکنید، معمولا 9 ترم، 9، 10 و حتی 11 ترم و الی آخر معمولا طول میکشه. شما 8 ترم اگر برید دانشگاه دیگه شامل سنوات میشه و بعد از 8 ترم شما باید هزینه دانشگاه رو بپردازید و هزینه دانشگاه هم در حال حاضر تقریبا باید به اندازه در واقع به اندازه رشته های نوبت دوم یا همون شبانه هزینه رو بپردازید. حالا رشته های نوبت دوم، من حالا فقط مثلا یه کوتاه را در این مسئله صحبت کنم، رشته های نوبت دوم هم در حال حاضر توی ایران شهریه هاش از دانشگاه های غیر انتفاعی و پیام نور بیشتره، نزدیک به دانشگاه آزاده و تقریبا 10-15% از شهریه دانشگاه آزاد پایین تر. خب یک نفر که داره رفته دانشگاه دولتی و به امید این که از این لحاظ ساپورت بشه، بعد مخصوصا توی به هر حال ترمای آخر دیگه این اتفاق میفته، این سنوات شامل حالش میشه، این به نوعی در واقع امنیت تحصیلی این شخص به خطر میفته، چون ممکنه واقعا هزینه‌شو نداشته باشه که بخواد پرداخت بکنه. این شخص با این ایده جلو میره که خب حالا دانشگاه هزینه ای نداره و قرار نیست پولی در بیاره، حالا قرار نیست، نیازی نیست پولی هزینه بکنه. خب حالا یه عده‌ای از دانشجویان و جوانانمون از پدر و مادرشون ساپورت میکنن، خیلی های دیگه هم نه، مخصوصا اگر برن دانشگاه خود سعی میکنن رویه استقلال رو پیش بگیرن. بعد عرض کردم
هزینه هاش هم به نسبت بالاست، مثل دانشگاه آزاده. و حالا باز من یه نکته دیگر هم بگم، حتی این شاید ربطی نداشته باشه، نمیخوام وقت دوستان زیاد بگیرم، شاید خیلی ربطی به امنیت تحصیلی نداشته باشه، اما یکی بحث در واقع آزاد کردن مدرک تحصیلی. من بر اساس سرچی که کردم دیدم ظاهراً هزینه‌ای که بابت آزاد کردن مدرک تحصیلی سازمان سنجش در واقع میگیره که شما دانشنامه تحصیلتون آزاد بشه، تقریباً دو برابر حالا چه دانشگاه آزاد و یا چه دانشگاه شبانه، چه رشته‌های شبانه در میان. و در واقع به قول معروف یه به نوعی سر گردنه است که حالا دوستان مثلا دانشجویانی که قصد تحصیل خارج از کشور رو دارن در واقع اینجا به قول معروف این وسط تلکه بشن. مرسی بابت وقتی که من دادید. سپاس از شما جناب آقای منیری گرامی باید موضوع سنواتی که پرداختید و ایران دیگه های منیری. هر کسی هر چقدر بتونه سعی میکنه بگیره و معافیت تحصیلی هم برای داوطلبانی میذارن که به خودشون و عقیدهشون نزدیکتر باشه. از سایر دوستان اگر صحبت پایانی داره با هم دیگه میشنویم. بسیار عالی. من کادر اداری این جلسه رو معرفی میکنم. مسئول جلسه آقای مهدی افشارزاده، منشی جلسه جناب آقای مصطفی منیری، ضبط صدا و تدوین آقای احسان احمدی خا و خانم سمانه بیرچندی، ادمین ها خانم ستاره تجم و آقای احسان احمدی خا. خسته نباشید میگم خدمت همه شما. امیدوارم هفته خیلی خوب و پربرکتی پیش روی شما باشه. خدا نگهدار.